وقت بخیر و درود بر شما به یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های گپ و گفت‌های بین رشته‌ای خوش آمدید. در این برنامه ما مهمان عزیزی داریم، آقای کاوه آیریک. در این برنامه ما به مروری خواهیم داشت به کار و زندگی هنری کاوه آیریک. با ما باشید. کاوه عزیز سلام، وقت بخیر. سلام، وقت بخیر، وقت خودت بخیر و سلام میگم خدمت کل دوستایی که ما را از یوتیوب میبینن. به هر حال خوش آمدی به گپ و گفت‌های بین رشته‌ای. در یوتیوب میبینن و بعد در بعضی شبکه‌های اجتماعی دیگه هم هست، ولی بینندگان عزیز میالی اجازه بدین یک توضیح بدم که در یوتیوب میتونن ویدیوها را ببینن و اگر سابسکرایب نکردن او پایینش یک دکمه هست، کلیک بکنین سابسکرایب بکنین و با فامیل و دوستان خودتان هم کانال را شریک بکنین اگر مایل بودین. ما در این برنامه کاوه عزیز مروری خواهیم داشت به کار و زندگی و هنری شما و شما خودت یکی از پرکارترین، مسلکی ترین، حرفه‌ای ترین هنرمندان هستی در زمینه تئاتر و سینما و دستی هم در نوشتن داری، می نویسی، خودت بازیگری میکنی، کارگردانی میکنی و دیگه رقم کارهای مختلف این حوزه رو انجام میدی و ضمن اینکه کارهای خودت یک شیوه و سبک خاص خودت را داره که آلیده ای برنامه بخیر بیشتر آشنا میشیم با کارهای تو. در ابتدا اگه میشه کاوه جان شروع بکنیم از برگردیم به دوره شاید کودکی باشه، نوجوانی باشه، زمانی که خودت گرایش پیدا کردی، علاقه پیدا کردی به هنر. چی زمانی بود که به هر حال یک استارتی شد برای که شما وارد دنیای هنر شوی؟ استارت تقریبا میشه گفت سالای 2004-5 بود. من سال 2002-2003 را برگشتم افغانستان، هم موقعی که بعد از 11 سپتامبر حضور آمریکا و انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که قرار بود اولین دورش اجرا شود، ما و همراه یکی از دوستان خواهدیم افغانستان و دوست داشتیم که در انتخابات شرکت کنیم و در کشور خود خوب بریم رای بدیم. اون موقع یک حس خیلی چیزی بین همه جوانایی که بیرون بود ایجاز شده و یک شوری، یک چیزی که خب افغانستان تغییر کرده و همه چی داره درست میشه فلان میشه. بعد ما آمدیم افغانستان، در انتخابات اول شرکت کردیم، رای دادیم، در هرات بودیم. بسیار جنجالی هم شد جریان رای دهی، چون در ما قسمتی که هزارها زندگی میکردن صندوق رای خیلی کم آورده بود. اون موقع محقق هم کاندید بود و ما مجبور شدیم که بریم در مناطق دیگه هرات که هزاران نشینی رای بدیم. باز من هرات تقریبا چند سال بودم، یک آدم معمولی عادی که بعد از سالها مهاجرت و چیز برگشته افغانستان و حالا با او حس و شور و هیجان و که ایجاد شده و ما رو کشید آورد داخل افغانستان. ولی داخل افغانستان یک سیلی بود، تقریبا شرایط و وضعیت و اینا خیلی سخت بود و ما اونجا برای اولین بار شنیدم که تو هزاره‌ای و تو حق نداری، تو از کشور نیستی و چنین برخوردای شد و بر ما خیلی سخت تمام شد، خیلی چیز تمام شد و خیلی فکر کردم که خب ما یک آدم عادی کارگر آمدیم اینجا و این ما را از خود خونه میدانن و تبعیض قائل میشن فلان میشن که مهاجر بودیم، بس که به شرایط اقتصادی و چیز ایران خب اجازه نمیدادن افغان ها دانشگاه برن درس بخونن، مجبور شدیم بریم وارد درس کارگری و
کارهای مختلفی. و تصمیم گرفتم که برگردم برم ایران یک چیزی یاد بگیرم و بیام افغانستان یک چیزی برای ارائه داشته باشم. یک هویتی، یک چیزی از خود رو بسازم و اون موقع بتانم مفیدتر باشم و این وضعیتی که بقیه متنفرن از همدیگه این رو بتانم یکم اندازه توان خود تغییر بدم. باز رفتم ایران، خیلی درگیر چیزهای مختلف شدم. بعد اتفاقی یک گروه تئاتر مهاجرین شکل گرفته بود در شهر ری. بعد من میجوری یکی از دوستا گفت بیا بریم یک گروه تئاتر است و فلان و بسانی حرفا. بعد ما رفتیم اونجا، بعد بچه ها جمع شده بودن، کلگی بچه های افغانی بودن بدون هیچ تجربه تئاتری اینا. اینا گفت ما میخوایم تئاتر اجرا کنیم فلان کنیم. ما گفتیم خواه کسی بیاد داره چیز داره که مثلا خواه ما دوست داریم که مثلا حالا تجربه است، من یاد ندارم ولی دوست دارم که چیز کنم. بعد گفت نه ما اینجا هیچ کس یاد نداره و فلان و بسان حرفا. ای جلسه پشت جلسه رفتیم بعد فهمیدم که نه اینا دارن یه جور رزگومی میکنن. بعدش چند جلسه گفتم خواهی شما چیز ندارید، خب من مثلا میتونم یک داست یک قصه بسازم، بعد بریم بعد امروز تمرین کنیم اینجوری با هم تمرین کرده پیش بریم ببینیم چی میشه. بعدی بچه‌ها گفت اوکی. بعد یک قصه ساختیم و شخصیت ها را تقسیم کردیم. بعد ما شخصیت یک پیرمرد داشتم. بعد روزا ما رفتیم در کنار اتوبان در روی چمن ها تمرین میکردیم، اتود میزدیم دیگه بدون استاد بدون چیزی. این کار همینجوری شوخی شوخی تبدیل شد به کاری که قابل اجرا شود. بعد رفتیم اجرا کردیم، یک برنامه گرفتن در شهرداری در یک سالن. بعد اون موقع عارف جعفری از خواننده‌های خوبی ما که در ایران است، اینم در اون برنامه آمد. ما رفتیم اجرا کردیم و بعد اجرا خلاص عارف آمد پیش از من که من عارف هستم، نامت چیه؟ من گفتم اینتر. بعد گفت کجا یاد گرفتی تئاتر؟ خیلی خوب بود بازی تو، خیلی حرفه‌ای بود فلان این حرفا، کجا یاد گرفتی؟ من گفتم والا ما جای یاد نگرفتیم و چیز هست. گفت نه خیلی استعداد خوبی داری، بیاد دنبال کار برو اعلانک. و بعدش خودم یکم علاقه من شدم که بقیه استقبال کردن بیننده ها اینا، با اینکه کار حرفه‌ای نبود، خیلی آماتور خیلی چیز بود. باز خیلی فکر کردم که نه شاید این کار بتونه اون چیزی که هست من دنبالشم اونمو باشه. بعدش شروع کردم رفتم کلاسای آموزش آزاد که در ایران بود، کلاسای بازیگری و بازیگری. بعد رفتم جزء انجمن، یک انجمن هنرمندان فرهنگر افغانستان بود در تهران که پنجشنبه جلسه داشتن. اونجا رفتم، اونجا یک گروه تئاتر داشتن، استادای ایرانی بود آموزش میداد. بعد رفتم اونجا و خلاصه اینا قبول کردن، رفتم جز گروهشان و اولین تئاتری که اونا داشتن رو کار میکردن شخصیت اصلی رو دادن به من، اجرا کردم. بعد 6 ماه من شدم مسئول آموزش انجمن هنرمندان افغان و بعد شروع کردم شبا ما رفتم کار میکردم و روزا ما رفتم کلاس بازیگری. بعد کم کم علاقه من پیدا کردم برم کارگردانی، رفتم کلاس کارگردانی رو گذارندم، کتاب میخواندم، رفتم تئاتر میدیدم به صورت دیوانه وار. شبا ما رفتم سر کار و صبح که همه بچه ما رفتن خواب میکردن، من صبح میرفتم دنبال کلاس و دنبال دیدن تئاتر و کتاب خواندن و کتاب خریدن و اینا. بعد با دوستای ایرانی کم کم آشنا شدم، بچه های کار تئاتر میکردن فلان. بعد با یک گروه بچه ایرانی آشنا شدم، اونا کار فیلم میکردن و گفتار بیا فیلم کوتاه اینا یا ما کار میکنیم با ما همکاری کنیم. بعد که 2 جلسه رفتم پشت صحنهشون، بعد برام جالب شد، بعد گفتم من میخوام برم یاد بگیرم. بعد رفتم انجمن سینما جوان ایران، اونجا یک دوره 6 ماه گذاردم، استاد من شهرام مکری بود. بعد کلاس چند گروه شدیم، فیلم ساختیم و فیلمی که من در گروه بودم فیلم تاپ دوره شد. و بعد با بچه هایی که در ایران آشنا شدیم، بچه های افغانی، شروع کردیم کارهای تات برای مهاجرین و برای کودکان خیابانی انجام دادن و در برنامه فستیوال های فرهنگی اینا که انجمن هنرمندان برگزار میکردن، خانه فرهنگ افغانستان، شروع کردیم کارهای فرهنگی و چیزها انجام دادن.
تا 2009 من تصمیم گرفتم که یک فیلم کوتاه بسازم. یک تجربه بازی در کار یکی دو سال داشتم که در دانشگاه تهران درس می‌خوند سمی عطایی، یک کار هزار خورشید تابان او برای پایان نامه دانشجویی کار میکرد. من رفتم اینجا برای بازی کردم و بعد در کلی تایم من در دانشگاه بودم، دانشگاه هنرهای زیبا، و در گروه های مختلف ایرانی ما رفتم در کار پایان نامهشان اینا بازی میکردم. بعد چون چیز میکردم، پاپ بازی میکردم، بعد هم گفت بیا در گروه از ما بازی کن، بیا در گروه از ما بازی. بعد من چون دوست شدم تجربه کنم رفتم بازی کردم و با یه خانم اونجا آشنا شدم، نویسنده بود، فیلمنامه نویسی میخوان. بعد من گفتم من میخوایم یک فیلم کوتاه بسازم و یک داستان دارم و میخوایم این تبدیل به فیلمنامه شه. یکی از داستان توی که سرزمینت اینجا نیست از آصف سلطان زاده بود، خیلی تأثیر گذاشته روی من و دوستش مورد تبدیل به فیلم کنم. بعد اون موقع چون کانکشن نداشتم با آصف، آصف بیرون بود، بعد اجازه بگیرم نگیرم، بعد گفتم میخوام میسازم دیگه، بعد انا اگه ارتباطی شد چیزی شد ازش اجازه میگیرم. او را شروع کردیم، تبدیل به فیلم نامه شد. خانم سارا صفالو نوشت فیلم نامه شده. بعد من رفتم بازیگر افغان داشتیم، بازیگر ایران، رفتیم در مؤسسه کارنامه پیش مهتاب نصیرپور اینا رفتم، اونجا گفتم من میخوایم یک فیلم کوتاه بسازم، احتیاج به بازیگر ایرانی دارم، موضوع فیلم افغانیه، از بونز یک افغان است که در ایران زندگی میکنه اینا. بعد من گفتم خواشد استقبال نکنم. چرا؟ منشی خود صدقه گفتم هر کسی کلی بچه رو بیار تست بگیره، هر کی قبول اوکی کردی بریم باش همکاری بکنید و بدون اینکه پول مول بخواید و فلان کنید، اگر بفهمم اذیتش کردید من بفهمم که شما. بعد شروع کردیم فیلم ساختن با تمام جنجال و مجوز گرفتن و چیزایش. فیلمش شروع کردیم، بیشتر لوکیشن ها بیرونی بود، باز خیلی اذیت شدیم. بازیگر ما قربان مرزایی، او بعد خودش چیز نداشت، کارت شناسایی نداشت. بازی پلیس ها میمد، موقعی که میمد سر شوتینگ این بعد نقطه فرار میکرد، از سر شوتینگ فرار میکرد. نورفت باز موی پلیس ها را خواب مجواز نشان بده، فلان نشان بده که یعنی چیز هست. این باز پس مرفتیم از بازار پیدا میکردیم، میمدیم دوباره شروع میکردیم شوتینگ کردن، دوباره گروه دیگه هم میمد اذیت میکردن که چه گفت هست، چه فلان هست، بسان هست. بالاخره کار شوتینگش خلاص شد و در ادیتش میخواستیم ادیت کنیم. ادیتور ما در قم زندگی میکرد، مهدی احسانی، کار فیلم برداری میکرده بود. بعد ای گفاره یک از دوستا انتخابات دوم ریاست جمهوری در افغانستان کار تبلیغاتش گرفته، اگر میره افغانستان با هم باریم افغانستان برای یک ماه کار تبلیغاتی میسازیم، پس میریم دوباره، چون خانوادهش در ایران بوده اینا. من گفتم اوکی بریم. آمدیم در خانه کلپشت خور برداشتیم و گفتم برم افغانستان. بعد پدرم سعی کرد گفت برو افغان، برو دیگه بخیر بری. بعد برگشتم افغانستان، انتخابات دوم ریاست جمهوری کار تبلیغاتی ساختیم و شبی که قرار بود پس بریم، یعنی تیکت و چیزای ما بوک شده بود، آماده بود. از روز قبلش با دوستا آشنا شدیم در تلویزیون یک، موقع تلویزیون یک تازه داشت راه میافتاد اینا، چند سال فکر کنم یک سال اینا کار کرده بودن، نتونستن تلویزیون یک راه بندازن. بعد یک تعداد بچه های دیگه ای که بیشتر بچه های هزاره بود اینا را رئیس تلویزیون جمع کرده بود که ما یک تلویزیون میخواییم بسازیم متفاوت، دیدگاه قومیتی نداریم، میخواییم پیشرفت افغانستان رو نشان بدیم، روی چیزای شعارهای خیلی خوب داشت. بعد ما شب فکر کردیم گفتیم بریم نریم، بریم نریم، گفتیم نمریم. صبح به جایی میدان هوایی بود، میدان هوایی بریم، بریم رفتیم تلویزیون یک و شروع کردیم کار کردن. تقریبا دو سال تلویزیون یک کار کردیم. بعد دو سال که تلویزیون یک رشد کرد و رسید به طلوع، رقیب شد برای طلوع در افغانستان، بعد کم کم دیدگاه قومیتی دوباره در تلویزیون شروع شد، دوباره مجری
ازارا نباشه، میمان ازارا دعوت نکنید، فلان نکنید. بعد تلویزیون اینجوری بود که از همه چیز ما دعوت میکنیم، یعنی بستگی به اون موضوع برنامه بود که کدام کسی در این رشته مثلا تخصص داره. حالا فرق اصلا ما فکر نمیکنیم که چه قومیت داره، مهمی که یعنی آدمی که میده این برنامه تخصص در این برنامه داره، میتونه گپ بزنه، میتونه تاثیر بذاره، میتونه چیز کنه. و برنامه‌ای که ما مثلا در تلویزیون یک اجرا میکردیم خیلی متفاوت با برنامه‌ای بود که در تلویزیون های دیگه ای که تازه شروع کرده بود یا قبلا کار میکردن متفاوت بود، بخاطر اونجا تلویزیون خیلی روش کرد. ولی بعدش که دیدگاه چیز شروع شد، خب ما یا تعداد بچه ها گفتیم نه، ما خود من رفتم استفاده دادم، گفت چرا استفاده میده، معاشت خوب است فلانه. من گفتم نه، من اینجا کار میکنم به خاطر که من پشت صحنه هستم، ولی دوست دارم چهره قوم خود من دیده شد، نه ببنای تبعیض، ببنای تخصص. ما نگاه میکنیم هر کسی که مثلا تخصص داره در فلان برنامه یا چیز، میه جلو میه دعوتش میکنیم، یا مثلا برنامه رو ران میکنیم، مجری مثلا تخصص داره خوبه، مجری مثلا باسوادیه، اگه قرار نیست چهره قوم از من دیده نشه پس من حاضر نیستم کار کنم. بعد استفاده دادم و رفتم وارد بازار خصوصی در افغانستان، شد کار تبلیغاتی این انجام میدادیم برای چند تا شرکت. چند سال کاوه جان، زمانی که تهران بودی اونجا با همین بزرگان تئاتر ایران، با امو شبکه‌ای که داشتن، امو گروپ‌هایی که داشتن، با اونا ارتباط نداشتی؟ مثل مثلا بهرام بیزایی و قطب الدین صادقی و اینطور آدم ها؟ نه، ما با تعدادشان بودم مثلا ارتباط داشتیم، میرفتم در کلاس‌هایش یا از طریق دوستام رفتم پشت صحنه تئاتر را میششتم، کارا رو نگاه میکردم و ابنای چیز با یک تعدادشان مثلا سلام علیکم و ارتباط چیزا داشتیم، مثلا مهتاب نصیرپور و دیگه مثلا خیلی از آدمای دیگه که مثلا در عرصه تئاتر و فیلم ایران مثلا تاثیرگذار بودن، بستگی به چیزشان مثلا کمک میکردن یا معرفی میکردن جایی. ولی بیشتر فیلم هایی که مثلا معرفی میکردن خب ابنایی هم و دیدگاهی که مثلا افغان ها هستن فلان، شهروند درجه چندم مثلا نشان میدادن، مثلا نمونه خیلی ها دیدن و خاطرات بدی داره. ما هیچ موقع در اون چیزا نرفتم و یکی که مثلا قیافه به دید اونا ما افغان نبودم، ما را که نگاه میکردن میگفتن که تو اروپایی هستی یا خارجی هستی، بلو خودش به افغان ها نمخوری. و در شخصیت هایی که فیلم هایی که مثلا خوب ساخته میشد سینمایی اینا که شخصیتی مثلا افغان چیز داشت، در اونا سلکت نمیشدم چون چهره چیز میخواستم افغان میخواستم. باز بعدش من کم کم که آمدم شروع کردم کارگردانی فیلم ساختم و بعد رفتم کارگردانی تاعت انجام دادم. بعد دیگه از بازیگری کم کم فاصله گرفتم، نمیخواستم دیگه بازی کنم، بیشتر میخواستم کارگردانی بکنم، چون اینکه تو بتونی یک اثر خلق بکنی و یک گروه مدیریت بکنی و او چیزی که در ذهنت هست با کمک بقیه او رو به تصویر بکشی برای از من خیلی جالب تر بود. ولی کلاس ها و چیزهای آموزشی زیاده که مثلا من در ایران رفتم با آدم های بزرگی بودن، شاگردای اونا بودن، دوره کمی یا چیزی ازشون یاد گرفتن، دوره کوتاه. در کابل یک مدت حداقل دور اولش من یادم است در اونجا یک حالت جشنواره تئاتر برگزار میشد در لیسه استقلال در سال 2006. من یک کار تئاتر داشتم در اونجا، بریکینگ نیوز. در اون وقت اون جشنواره هم شرکت میکردی یا نه، چطور بود؟ نه، من 2009 که برگشتم خیلی از همین جمعای چیز که بود خب میرفتیم، وقتی میرفتیم موضوع پیدا میکردیم اینا. باز من چون خیلی نگاه انتقادی داشتم به کار رو، نقد میکردم فلان میکردم، باز خیلی ها میگفت آه تو کی هستی، تو خود مثلا یک کار تولید نکردی، آمدی همه گپ میزنی، از ایران هم آمدی. بعد اون موقع بچه هایی که از ایران آمده بودن در عرصه کار هنری بودن خیلی رشد کردن، خیلی چیز داشتن، یک موجی رو ایجاد کرده بودن. بعد 2011 ما فیلم تویی که سرزمینت اینجا نیست ادیت کردیم،
2011 در جشنواره حقوق بشر کابل ایره من اپلای کردم، باز اونجا جزء فیلم های برتر شد در بخش داستانی کوتاه. باز اونجا کم کم همه شناخت که مثلا کاری که این همه نقد میکنه و جنجال میکنه فلان میکنه، خب ای اثرش است و باز باید شد که یکم آشناییت بیشتر شود. باز 2012 من یک فیلم کوتاه دیگه ساختم به نام خواستگاری، باز در جشنواره پلیس کابل مقام اول گرفت در بخش داستانی، با اینکه در فستیوال خادم های معروفتر و گروه های قوی تری بود فیلم ساخته. مون یک فیلم ساختیم با یک گروه خیلی کوچیکی که بچه خیلی زحمت کشیدن. باز چون نمیفهم، بازی ها خیلی خوب بود در اون فیلم، تصویر برداری خیلی خوب بود و داستانی که ما خلق کرده بودیم داخل یک اتوبوس داستان جذابی بود و موضوعی که ما مطرح کرده بودیم نسبت به چیز یکم موضوع تحقیقاتی و تحقیق شده و اینا بود، چون من خیلی موقعی که او فیلم نواره میشنم خیلی تحقیق کردم، خیلی جا رفتم و روی موضوعی که میخواستم کار تحقیق انجام دادم و پیدا کردم که چه چیزی باید چیز شد که هم دیدگاه مثبت باشه هم دیدگاه انتقادی باشه. خیلی چیزایی مثلا بخش پلیس ما بتانیم چیز کنیم. جالب این که ما فیلم شد میکردیم در چیز دی سبز، بعد وزارت داخله بر ما چیز داده بود، نامه داده بود در محوزه مربوطه که شما ببرید اونا به اونجا امنیت چی میکنم. موقع دی سبز یکم وضعیت امنیتیش خوب نبود، ما رفتیم و حوزه چیزا بردیم، نامه رو بردیم که این فیلم ساخته میشه، یعنی از وزارت داخله است و شما مثلا بید یک ماشین بید اونجا امنیت ما رو بگیره اینا. بعد اونا از ما رشوه خواست و پیسه نان خواست و نمیفهم تلی پیسه تل خواست و خیلی چیزای دیگه. بازی بچه های دیگه گفت که مجبور هستیم که چیکار کنیم، باید بدیم فلان. ما گفتیم نه، ما اصلا پول برای چی بدیم؟ ما داریم فیلم میسازیم برای پلیس میسازیم، بعد پلیس باید به امنیت از ما بگیره، اینو رشوه هم بگیره. باز اونجا ما که تو جنجال کردم، اونجا مستقیم زنگ زدم ده سخنگوی وزارت داخله و گفتم اینی گپه، نفر اونجا پیش ما بود، گفتم اینی گپه، نفر از ما پیسه میخوای فلان میخوای. بازو گفت گوشیر بیدی در نفر رو کتازو، خیلی بد صحبت کرد اینا. بعدش چیز کرد، بازو تلفن که قطع کرد، نفر چیز کرد که او هزار تو چقدر زور تو زیاده که مثلا چیز ما فکر کردم تو چقدر جدی میگیری فلان میگیری، خاک پیسه نیست، خیرم و فلانه بسانه، تو چقدر زود قار میشه. ما که پیسر جدی نگفتم، مزاح کردم که فلان مثلا. ما گفتم خاطر فکر می‌کنیم مثلا مثل بقیه هزارا مورد نگاه مون که زور نداری، ما تو رو گفتم من چه پس می‌کنم، با زور دارم که تو رو پس کنم. و اگر ما نگاه برخورد اینجوری داریم، اینی یکی مثلا چیز حالا ما با چیز میرسیم به الان همین چیز قسمت های صحنه هایی از فیلم ها و طور چیزها رو داریم، باز در مورد اینا میگیم چطور میپرسیم چی کار کردی چی کار ادامه بده مسیر هنری خودت. باز تئاتر 2013 خیلی از دوستای از ایران میشناختم اینا گفتن خیلی چیز کردن که تو چرا تئاتر اینجا ادامه نمیدی، با اینکه بعد مثلا وضعیت تئاتر هم در افغانستان من دیده بودم خیلی ضعیف بود، خیلی دیدگاه حرفه‌ای نبود بینش. باز تصمیم گرفتم که یک گروه تشکیل بدیم، گروه تئاتر میمه تشکیل دادیم 2013 و کم کم گفتیم هدفیه که ما هم آموزش بدیم در کنارش هم که کار کنیم، یعنی رو یک نمایشنامه کار میکنیم، بعد آدمایی که مثلا دوست داشتن دعوت میکنیم در این گروه و آموزش هم میدیم، کارم اجرا میکنیم، بعد کم کم هر کی خواست در این گروه بمونه، یعنی اجبار نیست که یعنی می چند نفر هست یا نیست یا چیز هست مو فقط. بعد شروع کردیم کار کردن با آدم های مختلفی و بیشتر من با کسایی کار کردم که یا تات کار نکرده بودن یا تجربه مثلا اولشان بود یا که دانشجوهایی بودن که از دانشگاه مثلا در دانشگاه درس می خواندن و بیرون هم دنبال ای بودن که کار
کار کنن، یاد بگیرن. این برای من خیلی مهم بود. مثلا من چند بار تلاش کردم با دانشگاه هنرهای زیبا کار کنم، کار مشترکی، تجربه چنین چیزایی، ولی هر دفعه که چیز کردم اونا پس زدن و گفتن نه ما اینجا نمیفهم فلان برنامه داریم، فلان داریم، بسان داریم، و هر دفعه که چیز کردم رد کردن، نذاشتن که ما با تجربه شکل بگیره. چند بار با استادا گپ زدم، با هم دیگه مثلا توافق کردیم، نمایشنامه رو من انتخاب میکردم، بازیگرا اونا میوردن و مثلا من کارگردانی میکردم، حتی به نام همزونا برای اجراش ها فلان شد. مهم این که همه ما با هم تجربه کنیم، یاد بگیریم و کم کم رشد کنیم، دست هم دیگه رو بگیریم. یک دیدگاه از ما یه رقمی بود، ولی هر دفعه که پیش میرفتم باز چیز میکردن، زنگ میزدن یا چیز میکردن که نه ریاست مثلا مخالفت کرده، ریاست دوست نداره کسی از بیرون اینجا حضور پیدا کنه، فلان کنه، بسان کنه. بعد به خاطر ما باز دیگه مثلا یک دوره دیگه در خانه فرهنگ افغانستان ما کار میکردم، اونجا بچه دانشجو آمد خیلی زیاد، 30 نفر آمدن که ما در دانشگاه اونقدر یاد نمیگیریم، اگر چیز هست که ما مثلا اینجا بر ما کلاس بذاره. من گفتم خب اوکی، جمعه ما وقت دارم، جمعه بیمم اینجا از نمایشنامه خانی شروع میکنیم، بعد کم کم موریم روی تکنیک های بازیگری، تکنیک های مثلا کارگردانی، صحنه سازی و تمام این چیزا، روی موسیقی اینا یک تجربه میکنیم. شما یک چیز یاد داریم، من یک چیز یاد داریم، میذاریم روی هم دیگه و با هم دیگه همتر کار میکنیم، پیش که چیز کنیم، یاد بگیریم بیشتر. یک دو سه جلسه شروع کردیم، باز بعدش یک جلسه دیگه بچه ها نمید، زنگ زدم گفتم چی شد بچه ها نمید، گفت استادا خبر شده، باز اونا گفت اگه برید پیش کوا ما شما را چیز میکنم از دانشگاه منفک میکنم. باز اونا گفت ما نمیتونیم والا، سال دوم و سال سوم و فلان سخت و فلان. بعد وقتی که همین نفرا رو باز از نزدیک میدیدیم، هم استادایشون فلانشون خیلی احترام میکردن و سلام فلان مثلا، ولی پشت سر مثلا نمیذاشتن چنین تجربیات شکل بگیره. باز من شروع کردم مثلا مزار مثلا رفتم با یک گروه کودکان که به سرپرست یا بد سرپرست بود و یک مرکز آموزشی اینا را آموزش میداد و کمک میکرد که بتونه درس بخونه. مثلا با اونا شروع کردم یک دوره کوتاه کار تات کردن که او بچه ها بعدش خیلی تغییر کردن، خیلی روحیه گرفتن و او اعتماد به نفس پیدا کردن و خیلی تغییر کرد زندگیشان. مثلا بچه های بامیان بود کار کردم، با بچه های هرات مثلا من کار کردم، با بچه های کودک های که در کمپ های بجا شده های داخلی بود در هرات مثلا دوره آموزشی تئاتر داشتم که بعدش تا هنوز باشن در ارتباط هستم. خیلی دیدگاهشان نسبت به زندگی تغییر کرده، این که فهمیدن دنبال چی هستن، شاید دنبال تئاترش کدومشان نرفتن بعدش، ولی این که فهمیدن که چه چیزی میخوان و او تئاتر برایشان اعتماد به نفس ایجاد کرد و اعتماد خود یک هویت بر خودشان ایجاد شد و خود خود باور کردن که ما اینمی بچه‌ای که در اردوگاه یک در کمپی دور افتاده در مسلخ یا در شهیدایی زندگی میکنیم، ما میتونیم آینده بهتری داشته باشیم، میتونیم بریم دنبال آینده خوب، میتونیم بریم درس بخونیم و به رویاهای خوب برسیم، ای برایشون ایجاد شد. تا ناز مثلا در صفحه اجتماعی باشم در تماس هستم، میبینم تغییر کردن دیدگاهشان، آدم های خیلی خیلی متفاوت تری شدن نسبت به کسایی که مثلا در کمپ بزرگ موشن، خیلی متفاوت تر شدن. یا بچه هایی که مثلا در کابل کار کردیم، دخترهای خیلی زیادی مثلا در گروه آمدن کار کردن. مثلا ما اولین تئاتر عروسکی سایه رو در افغانستان اجرا کردیم که داستان افسانه 40 دختران بود، خیلی بال بود افسانه 40 دختران. یک از وکیلای پارلمان یک روز یک جایی بود، یک برنامه مرا دید، با سعی کرد کاوه بی اینجا فلان بسان، تو چرا کار نمیکنی، تو چرا دیده چیز نمیشه، ما خبری از تو نمیگیریم فلان بسان.
بیا ما تو رو حمایت میکنیم، پیسه میخوای، فلان میخوای، موقعیت میخوای، ما برات فراهم میکنیم، بیا کار کن، برای قومت کار کن، برای فلان کار کن. بعد ما گفتم اوکی، من تر دارم، بعد یک قرار بذار بشینیم جلسه کنیم گپ بزنیم. یکی از دوستا او را او گفت معرفی کرد، اون موقع او در دفتر از کار میکرد، گفت من خبر میدم در فلانی تو باز بیا. بازی خبر داد و رفتم، یک دو جلسه با هم داشتیم، تر بردم، یعنی تر است داستان افسانه چه دخترها رو میخوام کار کنم و یعنی داستان واقعی که تبدیل به یک افسانه شده و چیز است خودشان میدانست. گفتم یعنی داستان میخوام کار کنم، یعنی سبکشه، یعنی بوجه کار داره، یعنی خصیص کار داره. بعد گفت باشه ما خبر میدیم. رفت گم شد یک ماه دو ماه فلان بسانه، چند جای چیز کردم، پیام دادم دای بچه که چی شد، وکیل چی گفت. بعد یک روز مرا بچه گوشه کرد، گفت کاوه، وکیل میگه که کاوه زیاد چاپلوسی از ما رو نمیکنه، او یک مدت بیم جه چاپلوسی از ما رو کنه، ما کمک میکنه. بعد من گفتم والا من چاپلوسی تو رو بر چی کنم، تو آمدی به من پیشنهاد میده که بیام ما حمایت میکنیم، ما آدم های چیز هستیم، کلان هستیم، در هنر و فرهنگ کمک میکنیم، خواهی یه طرحی هم چیز من توانایی وقت خورو میذارم، شما مثلا اگر بودجهش رو کمک کنید خب اوکی. خلاصه این نشد، خیلی در من برخورد، من گفتم من این کار اگر در روی صحنه نبرم نمیشه. باز شروع کردیم با دوستا و چیزا گپ زدیم، گفتیم آقا یعنی کار رو بیا انجام بدیم، بجتی همی دکور و چیزایش رو پیدا میکنیم، باز چی رقم پیدا کنیم، از کجا پیدا کنیم، فلان کنیم. من یک دوست دارم یک خانم است که هیچ موقع ندیدمش، او دالمان زندگی میکنه، نادیا. یک این دمان زنگ زد، گفت گپ زدیم، باز من یکم ناراحت بودم، گفت چرا ناراحت هستی؟ من گفتم این اتفاق افتاده، بعد ما میخوایم این کار انجام بدیم، بودجه نداریم. باز گفت من یک کم پیسه دارم در تو رحم کنم، بقیش تو شروع کن، بقیش هم پیدا میشه. بازی که گفت در من انگیزه ایجاد شد، باز گفتم چرا مردم از مردم نخواهیم که کمک کنم. باز شروع کردیم در فیسبوک اینا پیام دادیم که چی پست گذاشتیم که ما میخواییم این کار رو بکنیم، ما هزینه و وقت خورو میذاریم، از نظر تجربه شخصی خورو میذاریم، آدم هایی که میان پیسه نمیگیرن، ولی مثلا دکور و ایچیزایش هزینه یکم بجت کار دارن و هرچی توانشه کمک کنه. باز آدم ها شروع کردن، مثلا از 50 افغانی آوردن کمک کردن، دانشجو بود که مثلا 500 افغانی آورد، گفت ما مثلا 500 افغانی خرج یک ماه من امیر بگیردم این کار کن چیز کن، ما یعنی یک ماه مثلا خواهیم با یک نان خشک تر میکنیم. یا آدم های دیگه این ور اون ور کمک کردن کم و بیشی، بعد ما شروع کردیم تمرین کردن، کلی اکیپ هم دخترها بودن، گروه چیز کردیم که ما این کار میکنیم، کسی مایله دوست داره بیه. باز تعداد خانوم ها آمدن، ما آموزش دادیم اینا را، در کنارش عروسک ها ساخته شد، موسیقی ساخته شد، موسیقیش هم روی دنباره بود، یک کاری بدون دیالوگ و با دنباره قصه روایت میشد، یعنی گوینده و راوی دنباره بود که نصرالله توکلی دنبارش میزد، تازه شروع کرده بود، خیلی استعداد داشت و الان هر جایی دنیا باشه همیشه شاد باشه. او کار ما در کابل اجرا کردیم، باز اپلای کردیم برای جشنواره دور 16 جشنواره پاپت در ایران، باز قبول شد در جشنواره بخش بین الملل. باز ما بازم پیسه از مردم جمع کردیم به خاطر سفر و تمام راه را ما زمینی رفتیم هرات، از هرات زمینی رفتیم، وسایل داشتیم و در اون سفر من گردن و شانه ما آسیب دید که تا هنوز درد میکنه، چون بس وسایل ماهی از یک جای بالاک و از موتر بالاک و در مرز از یه اتاق در یه اتاق بالاک که تلاشی میکنن فلان میکنن. باز در ایران همینجوری از با قطار و با اتوبوس و با تاکسی ما رسیدیم فستیوال، کار اجرا کردیم، خیلی هم استقبال شد و بعدش که آمدیم اولین تاتری ماریانتر در افغانستان شروع کردیم که افسانه سیاموی جلالی بود،
کار کردیم داستانی از قور و از قسمت هرات اینا که اون یک داستان واقعیه ولی تبدیل به افسانه شده و روی دو بیتی هایی که از جلالی مانده بود ما او کار چندیم. موسیقی شرم مهدی کار کرد، از دوستای هراتی بود، آواز میخوند، روی آواز سنتی هرات کار میکرد و موسیقی شخان، موسیقیش مبنای آواز و چیز بود. او هم یک تجربه خیلی خوبی شد. او را باز مؤسسه آخان حمایت کرد، بخش مالی شده، یک بودجه خیلی کمی دادن و ما شروع کردیم بخاطر تجربه چیز. باز خیلی متفاوت، مثلا کارهای تات خیابانی اجرا کردم، پرفورمنس بود، مثلا تات عروسکی بود. بعد از این بر که مثلا فضای تات بسته هم شد، نمیذاشتن کار کنیم، ما رفتم سراغ فیلم. ما رفتم فیلم ساختم، مثلا فیلم مستند ساختم، چند تا تجربه فیلم مستند دارم، چند تا فیلم کوتاه ساختم و دو تا تجربه فیلم سینمایی دارم که دستیار اول کارگردان بودم، فیلم هپا مریم عایشه و کارگردانی صحرا کریمی که یک تجربه خیلی خوبی بود، و دومیش هم فیلم دختران کابل که مسعود اسلامی و خانومش معصومه ابراهیمی کارگردانی میکردن. دو کار باشون همکاری کردم به عنوان دستیار کارگردان. در کابل اینجوری بود، یک امو به قول و گفتن یا غرب کابل و پل سرخ و بچه هایی که از بیرون افغانستان آمده بودن، بیشتر بچه هایی که مثلا از ایران آمده بودن، یک موجی را در فضای هنر و تئاتر و سینمای افغانستان ایجاد کرده بود و یکم خیلی پیشرو بودن و باعث خیلی تغییرات در چیز شد، در دیدگاه هنری افغانستان. بیشتر فیلم ها مثلا بچه ها میساخت بیرون از ایران مرفت، چی بیرون از افغانستان مرفتن، در جشنواره ها دیده میشدن، جایزه میگرفتن. بعد ولی تمام این تجربه های کوتاه، فیلم های کوتاه و تاثیرگذار باعث نشد که تبدیل به فیلم های کلان شود، چون بودجه های کلان هیچ موقع مثلا این بچه ها نتانستن بگیرن. ما استعداد خیلی خوبی در بخش تئاتر، بخش سینما داشتیم که خیلیشان حفظ شد، خیلیشان رها کردن به خاطر قمینان، به خاطر خیلی خانواده داشتن، خیلی مجبور شدن مهاجرت کردن. در اون دوره ما در دوره ای که انفجار در سالن لیسه استقلال اتفاق افتاد، در عملیات انتحاری، ما دو روز بعدش تمرین یک تئاتر در کابل شروع کردم، داستانی چیز بود از زندگی معتادا گرفته شده بود که تجربه تقریبا 6 ماه تجربه ما با زندگی با معتادا بود. اون موقع یکی از دوستا یک کمپ را انداخته بود، کمپ تک اعتیاد. باز ما رفتم اونجا به عنوانی که به معتادا هم تئاتر یاد بدیم، همین که از طریق تئاتر بتانیم یه جور تئاتر درمانی، از سبکای تئاتر درمانی کمک کنیم به آدم ها که بتانن دو باز تولید خودشان و گذشت از چه میگن او سیاه چاله اعتیاد بتانن خود را پیدا کنن، یک کمکشان. باز از خلال از او یک نمایشنامه در آمد و بعد از که سال در لیسه استقلال انفجار شد و یک فضای ناامیدی کامحض در کابل ایجاد شده بود، هیچ کس جرأت کار نمیکرد، هیچ کس از خانه بیرون نمیومد، بچه همه در چیز بود. همون موقع صدیق برمک مثلا از افغانستان رو ترک کرد، رفت فرانسه و یک فضای ناامیدی ایجاد کرد. دو روز بعدش شروع کردیم تمرین تئاتر اجرا کردن و بعد چند ماه ما رفتیم در تئاتر ملی و زور یک جوری او را بردیم اینجا روی صحنه بردیم، که همون روزی که اجرا میکردیم هم حتی شایع جور کردن که اینا در صحنه تئاتر انفجار شده، فلان شده، که بچه خبرنگار در من زنگ زدن که کاوه جور است، چه گپ است، فلان. گفتیم نه، چیز ما داریم اجرا میکنیم، بچه روی صحنه است، هیچ مشکلی نیست. با تمام این چیزا دوباره امیدی ایجاد شد و او چیزا برگشت، کارا دوباره شروع شد، آدم ها یکم استرس داشتن. دم و صحنه تئاتر
چند تا از دوستا بودن در انفجار لیسه استقلال داخل سالن بودن و اونا خیلی افسرده و چیز شدن و به خاطر که از او دوران بگذرن، از او ترس بگذرن، آمدن به اجرای از ما ششتن و کار دیدن و بعد تجربه خودشان از دیدن ای تئاتر بعد از انفجار لیسه استقلال و چیزا فیسبوک ها نوشتن که چقدر مثلا برایشان سخت بوده که به دوباره از در سالن بشینه کار تئاتر ببینه و چقدر کمکشان کرده دوباره که به او ترس غلبه کنن. شروع طبعا تجربه خوبی بود با آدم های متفاوتی من کار کردم. گروه من میم همیشه همینجوری به آدم ها میمدن میرفتن و تجربیات مختلف شکل میگرفت. ما مثلا در ولایات بیشتر کار کردیم، در کابل کار کردیم و همیشه نادیده گرفتم و شدیم، همیشه سالن نمیدادن. مثلا من بیشتر کارا رو شروع کردم در خیابان اجرا کردن، شروع کردم رفتم در مکاتب، در از این مکتب در اون مکتب، از این سالن، سالن اولی در این اولی اجرا کردن. بعد وقتی که به سالن ها مراجعه میکردیم سالن نمیدادن، بهانه میوردن و میفهمیدم که حتی خود آدم هایی که از نظر قومیتی با من یکی بودن، به قول گفتن هزاره بودن و ادعایشون بود که ما برای هزاره کار میکنیم، من تجربه داشتم در برچی رفتیم در مدرسه، یکی از مدارسی که خیلی هم معروف بود، رفتیم سالن اونجا تئاتر اجرا کنیم. تجربه تلخی شد برای از من، خیلی ما را اذیت کردن و موقع اجرا من نزدیک بود سال اجرا را کنسل کنم و نفر برگشت گفت ما به خاطر اینکه موقعیت ایجاد شود و ما دیده شویم ما تئاتر چهل دختران را گذاشتیم اینجا کار کنیم، اگر برای من مهم نیست تئاتر یا چیز یا این داستان مهم نیست، برای من یادم هایی که اینجا جمع کنم مهم است، من دیدگاه سیاسی دارم و فلان. گفتم خب پدر نالدمی را اول میگفتی، اگه من میدونستم چه این چیزه هیچ موقع چیز نمی کردم. روز اول آمدی گفته آه ما در خدمت هستیم فلان هستیم و روز آخر که اجرایه اینقدر اذیت داره میکنه و بهانه میاری. و بازم ما این کار اجرا شد، البته با یک تلخی و با یک چیز که من بعد تجربه خور نوشته کردم و خیلی ها برگشتن در من در او دشنام دادن که تو چرا فلانی رو میگی مثلا. خب آقای دیدگاهش اینه، میه ای داره بازی میده، ای داره نقش بازی میکنه نسبت به چیزی که داره. باز من به خاطر که سکوت نمیکردم و میکردم و هم ترس میخوردن یک تعداد، همین که چون مثل اونا نبودم یا مثلا مثل او وکیل که گفته بود کم چاپلوسی به بکنه، آدم چاپلوسی نبودم، همیشه سعی میکردن که بزنه دیگه. حتی کسایی که در عرصه خود من مثلا کار میکردم، مثلا ما برنامه های چیز بود، نمایش فیلم بود، یک مرکز نمایش فیلم برگزار میکرد، بعد بچه جمع میشد خواه فیلم نگاه میکردیم، نقد میکردیم دورم دیگر. بعد یکی از دوستان من رو در گروه از اونها اضافه کرد، باز من دیدم خیلی خوبه، میتونیم یک روز مثلا بریم با هم دیگه فیلم نگاه کنیم. باز هفته بعد نگاه کردیم که من از گروه حذف کردم. باز این نفر زنگ زدم چی شد، برنامه کنسل شد؟ گفت نه برنامه کنسل نشد، این نفر کاوه فیلمساز نیه، این تئاتریسته، در جمع مو فیلمسازا نباشه. باز من گفتم بیا در تو که دوم خود یک در فیلم هم نساخته، تا موقعی که تو چیز میکنی ما فیلم ساخته، من چند تا جایزه دارم فلان دارم بسان دارم، اگر بدنای فیلمسازی فیلم ساختن و جایزه و نفهم چیز است که ما دارم اونا را، اگه مبنی دیدگاه دیگه داری خواهون خیلی بگاه ما خوش منمه از کابه نمیخوایم باشه، این خیلی غیر قابل قبول تره تا اینکه تو بگه نه تو فیلم ساز نیست، یا در بخش تئاتر چیزی که میشه نه کابه چون فیلم ساز هسته تئاتریست نیست، پس بقیه تصمیم میگرفتن که من چی باشم چی نباشم. و به خاطر همزه من تجربه متفاوت زیاد داشتم، مثلا مرفتم فیلم میساختم، مستند میساختم، پرفورمنس اجرا میکردم، بعد مثلا اگر فضا ایجاد نمیشد مرفتم یک کار دیگر میکردم.
و دوستای خیلی زیادی داشتم مثلا در دولت کار میکردن یا در جای دیگه کار میکردن، در NGO‌ها و سازمان‌های دیگه کار میکردن که مثلا پروژه خیلی هنری داشتن. بعد اونا گفتیم خواه ممتر دادیم، ممتر از مورم قبول کنید دیگه. بعد میگفت کار میفهمی چیه؟ تو کارت خوبه، آدم خوبی هستی، ما دوستت داریم، این اندوال هستیم، فلان هستیم، بسان هستیم، ولی حیف که تو ازاره ای. تو اگه ازاره نبودیم ما تو را خیلی حمایت میکردیم، تو را بخی مدال میر مسجد خان و نفهم مدالایی که ریاست جمهوری میداد دونا برای تو مدال میدادیم، ولی حیف که تو ازاره ای. متاسفانه تجربه رو بسیاری دارن دیگه، متاسفانه برای همی که یک دوزه شدنم این برم ازارای ما را قبول نمیکردن که نه تو ازاره نیم، یا بخاطر که من چاپلوس نبودم یا نمیفهم. خب گپ مناسبه میکردم اینجوری بود. کاور در چه سالا خب مثلا یک هنرمند یا مثلا نویسنده، کسایی که به اصطلاح کار با خلاقیت سر کار دارن، خب در مثلا در دوزخ افغانستان اونجا خب مردم هست، شرایط هست، روزگار هست، استعداد خود آدم هست، کوشش میکنه مثلا اینا رو یک جایی کرده بعد کار به اصطلاح ادبی و هنری تولید بکنم، ولی این کافی نیست، یک مثلا یک اینپوت دیگه هم در کار هست که مثلا شما باید مثلا فیلم، اگه اهل فیلم هستی فیلم ها، یا اهل فرق نمی کنه مثلا فیلم مثلا مسلکی حرفه‌ای امروز دنیا را بینندهشی باشی، مثلا نمایشنامه بخوانی، داستان بخوانی، داستانهای حرفه‌ای به روز دنیا را مثلا بخوانی، در اونجا این چیزا هم چی پیدا نمیشه. البته یک سری چیزای ترجمه شده از ایران ممکن میامد. شما چیکار میکردید در این شرایط اینی رقمی برای این قسمت اینپوت؟ در کابل من در کابل طبعا هر شب یک دمه فیلم نگاه میکردم، یعنی هر شب یک فیلم اروپایی یا آمریکایی یا سینمای هالیوود من نگاه میکردم، فیلم هایی که مثلا در اون سال کاندید اسکار بودن یا در مثلا برلین و ایسوس و جایزه میگرفتن، ما هر شب نگاه میکردیم. باز گروه بود که جمع شدیم مثلا در خانه فرنگ افغانستان یا جایی متفاوتی دیگه، فیلم می دیدیم، عکس می دیدیم، مثلا نقد می کردیم. یا مثلا من خودم تقریبا 2500-3000 تا کتاب داشتم در کابل، که از کتابی مثلا رمان ها، نمایشنامه ها، فیلمنامه ها و کتابایی مثلا برای فیلم سازی، برای مثلا تئاتر، کتابای روانشناسی، کتابای علوم اجتماعی، کتابای خیلی مختلفی مثلا من میخواندم، میخریدم و کتابا رو هم میدادم به آدمای متفاوتی، که از اون 3000 کتاب برام آخرش چیزی نمون، چون هر کی میورد پس نمیورد. بعد ما یه مدت مثلا همین طور که شد، باز من کتابا رو پشت میگرفتم، پشتش یک چیز مینوشتم میکردم که این کتاب فقط برای خواندنه، اگر جای پیدا کردین بخوانید و یک جای دیگه در یک رستوران در یک گوشه این جا بانید، در چاکی خود بانید که نفر بعدی بخونه. باز من خیلی که تقریبا 500 تا کتاب یا 500 تا حدود 500 تا یا 1000 تا کتاب من همینجوری در کابل پخش کردم، ما رفتم در جای مختلف میششتم یا کتاب میذاشتم و موقعی میمدم و اونجا بود و که آدم های متفاوت بخونن. و مثلا یک کتابخانه کوچیک هم در خانه فرهنگ داشتیم که کتابای مختلفی بود، اونجا مثلا بچه‌ها میمدن میخواندن. من یک روز یک چند تا نوجوان دیدم اومدن خانه فرهنگ و اینا تمام رمان‌های معروف دنیا را خوانده بودن. اومدن گفتم ما کتاب می‌خوایم، گفتم خواهی نی کتاب بینی کتاب، ایره خواندیم، 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 کتاب جدید نداریم؟ گفتم فعلا نه. بعد بر من شوک کننده بود که بچه هایی که مثلا هنوز سنی اونقدر نداره، 14-15 سال، اینقدر داره کتاب میخوانن در کابل و تقدیرشون کتاب خواندنن. و اینا یک گروه داشتن با هم دیگه، لینک بودن، شیر بودن، از
نقاط مختلف کابل، یکی یک کتاب پیدا میکرد میخوان دو یکی دیگر میداد، دو یکی دو یکی دیگر میداد، دو یکی دو یکی دیگر میداد. یا مثلا قوم بیادر از اون نفر سفر مرفت، ایم گفت لیست میدادن کتاب میخرید، یا مثلا اینجوری با هم دیگه شیر میکردن، کتاب میخواندن و تجربیات خیلی چیزی بود. باز من از یکیشان پرسیدم که میخوای چیکار شدی تو در ای کابل با ای آینده در بین 2018 حتی که وضعیت چیز بود. ما میخواییم برون در دانشگاه هاروارد درس بخونم. و سالها بعد پیام در مدد عکس فرستاد که دانشگاه هاروارد دانشجو شده. آفرین. یعنی آدم های در افغانستان رشد کردن، به دنیا آمده، نسلی که بعد از جنگ چیز شد رشد کرد در طی 20 سالی که یک فضای نسبتاً امیدوار کننده بود، رشد کردن. و از ما که از بیرون آمده بودیم خیلی ادعا داشتیم که ما آخر تئاتر ما هستیم، پدر سینما هستیم، مادر فلان چیز ما هستیم، از روی از ما رد شدن، رفتن پیش و خیلی پیش بودن. آنها ما خیلی یاد میگرفتیم از اونا، میمدن خیلی اینا میمدن هر هفته میمدن خانه فرنگ افغانستان، اونجا در اولی میشیشتن، کتاب میخواندن، قصه میکردن، ایده های خود میگفتن و من میشیشتم دورتر از اونا و اینا رو نگاه میکردم و ازشون یاد میگرفتم و حسرت میخوردم جوانی های خود که در نوجوانی و جوانی های خود، کاش که من چنین فضایی را میداشتم. ما در نوجوانی جوانی در ایران گذراندیم و یک فضای خفقان آوری در زیرزمین کارگاه های خیاطی و کارخانه پلاستیک و کارخانه دمپایی و نمیفهم با کمرهای خم و روحی های داغون مثلا در اینجا رسیدیم و این نسل جدیدی که در جنگ بعد از جنگ به دنیا آمدن چقدر پیشن، چقدر دنیای متفاوتی داره. مثلا با بچه ها خیلی سرمی جنجال داشتم، کسایی که از بیرون از افغانستان میبدن از اروپا و چیز باز اینا در کابل خود خود سر ما اعلام میدادن، بعد کلی چیز میگه که این نفر از اروپا آمده یا از فلانجا آمده، از بابا این نفری که از فلانجا آمده از دازه این بچه که در کابل رشد کردن و درس خواندن و دارن کار میکنن در بخشای مختلف تئاتر و نفهم هنرهای معاصر اینا، از اینا ضعیفتره. یا مثلا ما یکی از دیگه فیلم ساخته بود، ما فیلمش رو نقد کردم و او چون از بیرون آمده بود رفت در فیسبوک نوشت که چون در کابل یک دنه گالری حرفه‌ای مثلا چیز وجود نداره پس شما حق ندارید ما را نقد کنید. گفتم درسته در کابل ما وضعیت از نظر چیز حمایت نداریم، مثلا سالن ها یا گالری هایی که داریم خیلی کوچیک، خیلی چیز هم محدوده، ولی در همون بچه های کابل مثلا با این فضای اینترنت باعث شده بود که با هنر روز دنیا مثلا ارتباط برقرار کنه. مثلا در ایران سانسور بود یوتیوب، ولی ما در کابل مثلا به یوتیوب دسترسی داشتیم، به مثلا اطلاعات چیز دسترسی داشتیم، هنرمندای خیلی معروف از اروپا میمدن، ورشاپ برگزار میکردن، ورشاپ های فیلمسازی، هنرهای معاصر فلان، و در بخش های مختلف آدم های خیلی زیادی رشد کردن که الان ما نمایشگاه های مختلفی در گوشه دنیا میبینیم. دقیقا امی بچه هایی بودن که در اون فضا تلاش کردن، یاد گرفتن، خلق کردن و الان خیلیشان کارشان در بزرگترین نمایشگاه موزیم های دنیا مثلا نمایش دادن میشه و وقتی میشنوه احساس خوبی دست میده. یک تعداد هست از جوانای که در کارهایشون عالی، مثلا به ویژه در قسمت هنرهای تجسمی که دی سیوسو بسیار زیاد رشد کرده و نشان داده میشه. و کاوت در جریانی چند تقریبا دو دهه میشه دیگه کار از 2004 در کابل، آیا با تهدید فیزیکی مستقیم هم مواجه شده بودی یا نه؟ خیلی 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 خواهد یک جواب بود. میخوایی یکم بیشتر بگویی یا بگی خیلی بس هست دیگر؟ نه خب من تحت زیاد شدم از طریق مثلا این
کسایی که نمیشناختم در اون خونه ایده بودم تهدید میشدم و کسایی که میشناختم مرا تهدید میکردن که ما تو رو میزنیم، که ما تو رو فلان میکنیم، که ما تو رو ایته میکنیم. مثلا ما نقد مینوشتم در مورد یک مسئله، بعد اون نفر زنگ در فیسبوک پیام میداد که ما تو رسیدن عملیم در کابل. بعد من میگفتم که خود تو زور داری کجا هستی بیا می پلیسخ من اینجا هستم بیا اگر چیز هست. حالا نقد ما آقا تو یک کار کرده یا یک کسی یک کاری که اشتباهی کرده، یک فضای اشتباهی کرده، ما داریم نقد میکنیم این فضا رو. مثلا من یک سفری در بامیان داشتم در روز عید، خواهد تعطیلات بود، رئیس اطلاعات فرهنگی بامیان کلی چیز رخصت کرده و رفته بود در قریه خو دیدنی. باز ما رفتیم مثلا بوده ها بسته بود، شهر قلقله بسته بود، کلی جای بسته بود. باز من می تجربه خور نوشته کردم، این تجربه من در فیسبوک باعث شد که مثلا بحث بره در ارگ ریاست جمهوری و فلان و جنجال شوه والی و چی شوه. باز آدم هایی که من میشناختم در بامیان بودن، سلام علیک داشتیم، اینا شروع کردن چاپلوسی برای چیز که نه کاوه دروغ میگه، کاوه فلان میگه، کاوه ایش میگه. در صورتی که در مسافر یک از مشاورین سرور دانش همراه ما بود، با در ارک بحث شده بود، باز اینا گفته نه این دروغه فلان. باز اون نفر گفته بود که این چیزایی که کاوه نوشته کرده، ما اونجا پالوش استاد بودم، ما با هم رفتیم، این تجربه راسته. شما چرا اینجوری میکنین؟ چرا مثلا تجربه آدم ها را که دارن نقد میکنن که شما درست رفتار نمیکنید؟ مثلا در روزای عید که از ولایت های دیگه مثلا چندین هزار نفر میاد با میان میاد بودا مثلا بسته یا قلقله بسته یا بند امیر مثلا بسته یا. خب مردم میاد، این خاصن گردش اقتصادی و گردش کلی چیز است دیگه. شما مثلا مثل اینه که شما رستوران بزنید، چاش در رستوران بسته کن بری خانه خو نان بخوری. درست است، تهدیدات زیاد بود. البته بعضی از این تهدیدات دیگه در همون حد فیسبوک است دیگه، بیشتر از اون دیگه نیست. البته خیلی هاشم تهدیدای چیز با شلیک بود، مثلا من مجبور شدم چند مدت تاشه زندگی کنم، خانه رو عوض کنم. خیلی جنجالای چند دوران سخت بود. موافق هستی من امی یک تعداد عکسی که عکس سلایدی که اینجا هست و بعد پسانتر امو یک برش هایی از فیلم هایی که ساختی را نشان بدم اینجا و صحبت بکنیم در جریان که نشان بکنیم؟ آره چرا که نه؟ سند جرم کاوه را نگاه بکنیم. چیکار کردی تو کاوه؟ خب یعنی کاوه خب چیز نیست دیگه. مثلا او کسایی که میگفتن تو رقم هزارها و یا مردم چیز نیست، یک کمی همین قیافه مردم اسکاندیناوی رو هم داری، مثل وایکینگ ها دیگه. آره ما تازه در زادگاه خب آمدیم دیگه. آره یک روز یک جلسه بود، خب من نایده بودم پیام داده که از دوستای خارجی که آقا فلانی آمده، فلانی میخوای مثلا تو رو ببینه اینجا. گفته نگو نرمند از افغانستان و فلان میخوای. باز من رفتم چند نفر اینجا در اتاق شیشته بودم، ما شیشتیم اینا شروع کنن، اینا هم شیشته، ما هم شیشتیم، هم دیگر نگاه میکنیم فلان. بعد من گفتم خب شروع نمیکنید؟ گفت نه ما منتظر یک نفر هستیم هنوز نیومده. من گفتم منتظر کی هست؟ من گفتم شاید منتظر کسی دیگه. نفر کسی از افغانستان ما منتظر از دوست من روز نمیده. باز من گفتم خواهم هم مستم من شروع کنید. بعد میگه نه تو شوخی میکنی، تو چیز هستی، تو رقمی از ما هستی، تو مزاق میکنی. تا یک کارت نشان دارم گفتم بیادر یه کاوه مستم. ده یک مجموعه یک سریال هست در نتفلیکس قابل دست هست از وایکینگز. همون جا مثلا همون کاراکترهایی که در اونجا هست اونا خوب به اونا میخوره. شاید اون اگه ادامهش ساختن برو یک چیز بکن و همون کارگردان و تیم چیز از اونا همکاری داشته باشه. خوب چهره وایکینگی در اینجا هست. این در چیز در اینجا کجا هست کاوه جان؟ این بامیان ما همون تاسی چلوخترانه بردیم بامیان، اونجا یک گروه بچه ها رو آموزش دادیم، بعد در بامیان هم اجرا کردیم.
قرار بود کار باره، باز ما تصمیم گرفتیم که بریم هم یک دوره آموزشی بذاریم، هم تجربه که کسب کردیم در کابل، بقیه هم از او یک چیز شه، هم بچه بامیان یاد بگیرن که در اینجا روزنه پرودکشن خیلی کمک کرد، اما شهیدا خیلی کمک کرد، باقر توکلی و خانوادش خیلی کمک کردن، نصرالله که بیادرش موسیقی رو میزد، ما کار اجرا کردیم. رئیس اطلاعات فرهنگ بامیان در این اجرا نامد خواه؟ یعنی او دوره در مسابقه ورزشی مو شد، نفر اول ما رو لباس ورزشی مو پوشید در مسابقه ورزشی شرکت میکرد، ولی در کار تئاتری از ما هیچ کدوم از مقامای دولتی یا والی رو ما رفتم پیش گفتم یعنی کارو میکنیم اگه بده که حمایت کنید، بچهای همین بامیان یاد میگیره اینا اجرا میکنن، اگه همینا حمایت شه بچهای خودشون هستن، ما زیاد نام و چیزا اصلا مطرح نیست، یعنی بچهای چیز هست. ولی هیچ کدوم موضوع پیدا نکرد، باز بعدا من از طریق دوستا شنیدم که والی اینا چیز گفته بود، دستور داده بود که نرید کس نره. کدام سال بوده؟ 2016 بود، 15-16 بود. آره آره، چه 16 بعدش ما رفتیم فستیوال ایران. اینه کجا هست؟ در حال تمرین هستی با این؟ دقیقاً اونمو تئاتر چیز است که ما بعد از انفجار لیسه استقلال تمرین میشه شروع کردیم و یک دوره آموزشی اجرا کردیم و این بچه کار اجرا کردن به نام تئاتر پازل مرگ. موضوعش چی بود؟ کتا میتونه بگی موضوعش؟ گفتم موضوع از زندگی معتادا گرفته شده بود. آره درست. خب اینجا بامیان. اوکی. اینجا هم این که کابل خانه فرهنگ ما اجرا میکردیم. کابل. یه هم بامیانه. داستان چله خرام. این چله خرام بود. خب. آره. اینجا هم ایده کجا هست؟ یه هم بامیانه تمریناتی تازه. چون بچه ها چیز بود، تجربه اولشان بود، یک ما قبلش آموزش دادیم از نظری بدن و بیان و ایچیزا آماده شدن و بتنن کار اجرا کنن، خیلی هم خوب اجرا کردن. یعنی عروسک چیز، اما عروسک چیز عبدالرحمن خانه خواه؟ گودی عبدالرحمن عروسی گودی یا عروسک عبدالرحمن خانه که مجور کردیم، شبیه یک هیولایه. اما داستان چه لخترم بامیان بوده ایجاد کردیم. از همون چه لختران هست دیگه نه؟ آره، همون جریان تمرینات و این هست. اینجا هم دارم بامیان هست یا نه؟ یه هرات من نامزد کرده بودم، خانهشان هرات بودن، باز ما یک سفر رفتم، باز با هم دیگه گفتیم خب باریم رستوران دیگه، تازه نامزد میکنه رستوران باره دیگه، باز رفتیم دمیران، ما گفتم خواهیم پولی رستوران رو به یک کار دیگه بکنیم. این خانم ما گفت چیکار؟ گفتیم باریم چیز بخریم، قلم و کتابچه بخریم، باز باریم در یک مکتب این بچه ها یک مسابقه هوشی بذاریم برشان، بعد هر گروهی که برنده شد این قلم ها و چیزایی که مثلا چیز هست ما بیرم را پخش کنیم. باز رفتیم با دوستا، با یکی از دوستا اونجا در یک مکتب میشناخت و رفتیم اونجا، بچه ها رو جمع کردیم، باز به با اینا به هر گروه چند گروه شدن، به هر گروه یک تخم مرغ دادیم، بعد گفتیم یه میخواییم مثلا از منزل سومی ساختمان بندازیم تا شما با هر چیزی که به امینجا مینگرید یا دارید یک چیز وسیله جور کنید که تخم مرغ سالم در زمین برسه. باز اینا هر کدوم با همون ایده و چیزای خلاقیتی که بود شروع کردن ساختن و یک تجربه مثلا خلاقانه بود که چجوری با کوچکترین چیز ابزار دم دست مثلا بتونیم خلاقیت ایجاد بکنیم. باز یک تجربه خیلی قشنگ برای یک روز بود. چی دور جور کردن اما تیم برنده گروپ یا فرد برنده؟ تیم برنده تخمه مرغ گرفته بود، لای کاه پیچیده بود، اما علف های خشکی که از اولی مکتب جا کرده باز رویش پلاستیک کندن و یک پلاستیک دیگه بالون چت بالون برازی جور کردن
و چیز رسید، سالم رسید. ولی در آخر ما بین همهشان قلم اینا و کتابچه که بود توضیح، اما قصد که تمام بود خریده بودیم توضیح کردیم. یک روز بود خیلی زیاد خندیدیم دیگه. دیگه با کودکان زندگی چیز است، خوش میگذره. اگه با کودکان آدم بازی بکنه و تفریح کنه خیلی خوش میگذره. این که کجاست کابه؟ ای اما متمرین چیزه، پازل مرگه. در کابل هست دیگه. آره در کابل. در کابل هست. در اینجا ای بامیان هست یا در کابل هست؟ نه ای گروه دخترها در کابل هست. که فستیوال هم رفتن. آره. همو کار رو در کابل هم اجرا کردیم. آره. همو کار رو در بامیان هم اجرا کردیم. در بامیان هم اجرا کردیم ولی با یک گروه متفاوت. ای هم که همو چند دختر هست در بامیان. آره بامیان. دیگه ای هم که چیز هست دیگه. ما آره اینجا محصول ما نصرالله داریم صحنه رو میبینیم. نصرالله داریم موسیقیش رو میزد و داشتیم تست میکردیم روی صحنه و موسیقی و چیزایش. درست است. در امی مثلا امی چیز از اون سو که مردم نگاه میکنن این رو سیاسفید میبینن دیگه، یا با رنگ چیکار میکردن؟ از صرف نظر میکردن از رنگ؟ نه نه نه، ما عروسک هایی که ساختیم همه با چیزای رنگی بود، شیشه های رنگی، شیشه میگن یا طرق میگن یا چیز، با پلاستیک های رنگی بود. پلاستیک های رنگی هره باز، اما رنگش انعکاس داده میشد. مثلا من یه چیز عبدالرحمن مثلا سرخ میبینیم. یا موقعی که این الان فاصله داره چه دختران، یکی از دخترها شیرین، شیرین وقتی نزدیک میه لاجوردیه رنگ لباسش. یا مثلا او هیولاها امو لشکر عبدالرحمن سیاه هستن، یا و کارگرایی که کار میکنه مردم عادی مثلا سفیدن. درست است. جزو بدن این اینجا مثلا یک تصویر دیگه هستم و آره متفاوت در آره در اینجا اینجا هم بامیان باید باشه یا نه؟ آره هم بامیانه. و مثلا نمی درخت که مثلا سبز در این سو شما جور کردن، در اون سو که میبینن هم سبز میشه دیگه نه؟ آره آره سبز. جنسش هم از این پلاستیک های چیز هست دیگه. آره که شفاف هست. طراحی عروسک ها را نقاشی هایش را چیز علی مومنی انجام داد که با ما خیلی کار کردن، یکی از مینیاتوریست های خیلی خوبی چیز است، خیلی کار مینیاتور های خیلی قوی انجام میده و خیلی آدم کار بلد و کار درستی است. اینجا ممو هست. اینجا هم که در حال تمرین هستین، توضیح دادن چی رقم بکنن، یا نزدیک اجرا هست، اینی بچه اینی رقم بکنی دیگه، این شبه این رقم نکنی دیگه. کش بوده کش میکنم آخری تذکره ها دیگه کارگردان نیده دیگه، دیگه اگوش سب چیز کردی دیگه. او بسیار نه باز ما در کار در کار و در تمرین خیلی جدی ماشم. آره و کار تحمل کردن از ما خیلی برای بقیه سخت بود، کم چیز بود. نه باز بعضی وقتا مثلا آدم های سختگیر که مثلا چیز باشه، او آدم البته کسی که باز باش کار میکنه اگه او اما کار رو درست انجام بده، کار با آدم های سختگیر هم جذاب و جالب میشه. وقتی که هر کاری میکنه بخوای این سختگیرتر شده تو کار انجام دادی درست، خود گپ یه نمی باره دیگه، انگوشت خوره برن پایین دیگه. بچه ها اگه کسی دلخور شده در کارهای قبلی و در سال گذشته، من همینجا مذارت هایی بکنم از شد دلخور حتما نشدن دیگه، یاد گرفتن دیگه. خب اینجا هم در حال میشه یک توضیح دادن. آره پشت صحنه است. اینجا کجا هست کابه؟ ای آخرین فیلمی است که من در کابل ساختم به نام دوبانو. آره که یک داستان یک پسری هست که در یک خانه زندگی میکنه و این خانه مشترک یک خانه مشترکه که پدرشو کاکایش با هم دیگه خریدن.
و کاکایش اینا سالها گذشته در جوانی عزیزی که جوان بوده و دختر کاکایش آره با هم دیگر رو دوست داشته، اونا سب مورن از افغانستان مورن و حالا بعد سالها و دختر کاکایش داره بر میگرده به دنبال ای که سهم خور از خانه بگیره و حالا این بچه هیچ چیزی نداره و از یکی از دوستای یک خانم خواهش میکنه که به یک شب به نقش خانم از این بازی کنه و تمام اتفاقایی که اون شب میفته داستان چیز با چه یک قلب کلان داشته دیگه کلو قلب داشته. نه کلان نداشته، بیشتر چه یک آدم شکست خورده یه چیز هست داره ادای آدم های خوشبخت بازی میکنه. قلب خرد داشته خری. آره کاملا آدم شکست خورده است. یه ممو هسته دیگه نه؟ آره یه ممو هسته. فیلم برداریش علی مردانی انجام داد. یکی از فیلم برداره خیلی خوبه، یعنی آینده خیلی خوبی داره. باز بازیگرهایش هم سه تا بازیگر داشتیم. بنیامین که از بچه های هنرها بوده و در بازیگری خیلی آدم قویه هستن، فکر کنم تافریز خیلی خوبی شد اگه ادامه بدهم. این کمرهایتون کمرهای دیجیتالی بوده یا نه؟ از سمو کمرهای سنتی که با نوار نه کمره دیجیتالی هم کمره ما با کانون آر ثبت کردیم ولی با لنزای سینمایی که حرفه‌ای هستن. کانون آر رو موقع تازه آمده بود با چیز رزولوشنش همو 4K بوده یا نه همو فولش دیده؟ آره 4K بسیار خوب این اینجا هم هی سلاید اول ما بود، یه هم باز دوباره برگشتیم به نقطه سرخط سرخط ارزم به حضور. البته اسلاید اینجا زیاد است، باش یکی دوم من برنم. دومی آقای کاوه این اینجا سلاید این باز دوباره همو اول خط باز شروع شد. اینجا یعنی با یک محصول اپل نشستیده اونجا داری کجا هستی؟ پشت صحنه یه چیز تئاتر سیامو جلالیه. این پشت من داشتم نور و موسیقی و این چیزها رو تنظیم میکردم موقع اجرا هستم. در کجا محلش کجا بوده؟ کدام؟ این رو در کابل اجرا کردیم در چیز در قصر ملکه. نه مور در سالونای سینما چیز نمیداد در مو مجبور میشیدیم باریم جایی که سالونایی که مخصوص تئاتر و فیلم نیست تا باریم در سالون قیمی اجرا کنیم. سالون او همو کسای لیسه استقلال آدم های خوبی بودن همون یک زمانی من یادم است، البته شاید رفته باشن این او وقتی که شما چیز بوده ولی همونجا بودن همکاری میکردن ولی سالونشان هم بد نبود، خوب بود، یعنی امکانات مختلف نور نه سالون خیلی چیز بود. در دوره آخر خواهی یکی از بچهای چیز هایی به قول گفتن یا افغانستانی مسئولی اونجا بود، باز ما رفتیم باش گپ زدیم که همین سالون درمون بدی و حاضر بودیم که کرایه هم بکنیم، یعنی هزینه سالون هم بدیم ولی او قبول نکرد. سالون هم میخواست برای خود خود نگاه کنه دیگه نه همونجا تنها اشکست است. اینجا کجا هست؟ شروع بعد از برنامه خانم کریمی رو به عنوان منتقد آوردیم درباره همین تئاتر سیامو جلالی گپ بزنم. خانم صحرا کریمی هست دیگه نه؟ بله صحرا کریمی یکی از دوستای خیلی خوبی ما است، ما با هم دیگه خیلی تجربه خیلی کاری خوبی داشتیم و با هم دیگه خوب کار میکردیم و خوب هم جنگ میکردیم. با هم دیگه خوب جنگ میکردیم ولی در کار با هم دیگه خیلی خوب کار میکردیم، چون در کار مهمه که تو یک آدم بفهمی که چی میخواید و کمک بکنی، یعنی بیشتر کسایی که مثلا در کارهای مورد مثلا به عنوان دستیار به عنوان مثلا بازیگر به عنوان چیز در کار گروه کار میکنن در کابل بیشتر ضرباتی که مثلا
این کار تجربه شکست خورده زیادی بود، یا که آدم هایی که جمع میشن او کسی که کارگردانه یا نویسنده است یا فلانه او را درک نمیکنن و کمکش نمیکنن و هر که دو سر نظر خود خوره اضافه کنه چیز کنه مستون فلان است. ولی با صحرا ما تجربه اینه که من مثلا کار داشتم، صحرا اومده کمک کرده، یا صحرا کار داشتم من رفتم کمک کردم، یکی میفهمیدیم که چی میخواییم، چی میخواید نفر مقابل و اونمورا کمک میکردیم که بتانه به مو چیز برسه. بس سر چی جنگ میکردن؟ بس خب جنگ تجربه جنگ ما مثلا سر کار و سر نقد و سر چیزای چیز بود، یعنی جنگ اونجوری نه، مثلا جنگ چیز بود که مثلا سر کار یا تفاوت دیدگاهی که مثلا نسبت به موضوعات و نسبت موضوعات اجتماعی چیز داشتیم، باز سر از اون با هم دیگه خب بحث میکردیم، ولی در کار با هم دیگه خوب کار میکردیم. یعنی تجربه خیلی خوبی داشتم با صحرا، تجربه کاری خیلی خوبی داشتم، امیدوارم که بازم بتانیم با هم دیگه کار بکنیم. اختلافات دیگه طبیعیه، تفاوت نظر کاملا طبیعیه. در کار حرفه‌ای دقیقا چیزا، یعنی امو سیاموی جلالی هست دیگه، نه ای سیاموی جلالیه و جلالی میاد در دامان سیاموی چیز میکنه. ما این جشنواره چیز رفتیم، جشنواره 2018 در جشنواره ایران رفتیم، همین جشنواره مبارک که جشنواره عروسکیه. باز چون در جشنواره کارهای خارجی را اینا میمدن بازبینی میکردن، نفر گفت مسئول جشنواره گفت کاوه بازبین کارت رو بازبینی میکنه، اینا مثلا یک جایی که نسبت به امو چیز داره اونا رو مثلا شاید یک نظر باشه که تغییر بیاره فلان، چون چند تا کار خارجی رو اونا یکم چیز گفته بود تغییر آورده بود، یا مثلا یک عروسکش بود که مثلا یکم سینهش معلوم بود، اون رو مثلا پارچه سیاه مجبور کرده بودن که بچسبونه. این کارگردان که اومد بعد ما صحنه اول فقط اجرا کردیم، بعد گفتم خب بچه ها خسته هن فلان هن، آخر تمام میشه نمی چیز کار افسانه است، ما چیز مشترک داریم فلان داریم، زبان مشترک داریم، از این تکنیک های اجرا کردم. بعدی گفت خب اوکی دیگه، شما که از افغانستان هستید، کشور مسلمان هستید، ما مسلمان هستیم، خب اوکی دیگه این کار چیز نداره، از نظر ما همه چیز اوکیه. این بازبین رفت، بعد ما کار اجرا کردیم، وسط اجرای ما بچه های دوستای ایرانی ما آمده بود، اینا کار دیدن، بعد این کار یک سنه که جلالی میاد دامن سیاموی میخوابه، اینجا ترانه است و آوازه، اینا بعد اجرا آمدن کابه تو چی کار کردی؟ گفتم چی کار کردم؟ گفت تو عروسک های مثلا زنه سرلخته مرده در دامنش میخوابه، ای اصلا در قاموس سینه چیزی جشواره و چیزی نبگوید، تو اصلا زنی چی رقم اجرا کرده ایرش؟ با چه تکنیکی را اجرا کرد؟ گفتم نه میشه چه کردم دیگه. باز بعدش آمدن یکم چیز کردن که فلان بسان، من گفتم خواهم شما بحث عشقه، یک بحث عشقه، مثلا لیلی و مجنون چجوری میخواید با هم دیگه مثلا نشان بدید، تصویری ازش میسازید؟ لیلی و مجنون مثلا از هم دیگه فاصله داره موقعی که به هم دیگه میرسن یا هم دیگه دوست دارن، یکم سیاموی جلالیه و این لحظه مرگ جلالیه که در دامن سیاموی است. چند تا عکس دیگه هم هست از چیز دیگه از امون کار سیاموی و جلالی. یه والنتاد ماریانته هست به سبک ماریانته یا نخی. خب حالا این کار حالا جالب است، حالا به این کار من یاد یک کار دیگه انداخته بود، یک کار یک نشان میده، مال یک ویدئوی کوتاهی هم ازش دارم، از خدیر، یک محقق ژاپنی که رفته بود در خدیر و او در حال یک هزاره در حال دنبور نوازی هست و بعد یک عروسکی هم اونجا هست، یک کودکی هم امور گرفته تو او در حینی که دنبوره می نوازه او به اصطلاح او عروس چیز بوز است در حقیقت. البته بوز دیگه وقتی ما بوز و آهو و اینا که میگیم در هزارستان خوب یک چیز خاصی داره، یک دقیقاً خوشونه خاصی داره و
منظورهای خاصی پشتش نافته. حالا یک چند تا عکس دیگه از امی ببینم، امی بعد دو ویدیو رو هم نشان میدیم. این شخصیت هایشی فقط کوتاه میتونی نامایشون رو بگی کدام ها هستن در اینجا؟ یک سیاموی جلالیه که خانم دختره سفید پوشیده، سیاموه. آره و این بچه که سمت چیز است لباس سفید پوشیده جلالیه و وسطش اینا شخصیت های منفی هستن که کاراکترهایی هستن که باعث میشه که سیاموی جلالی به همدیگر نرسن. شخصیت های منفی و چیز هست اینجا. این کاراکتر اینجا کی هست در سمت راست؟ سمت راست جلالیه، بعد وسطی سیاموی و اینوری مادرش هست. مادرش هست این خود اما سیاموی هست جلالی هست. جلالی عروسکاش هم خانم ساخت، خانم فاطمه ایلیک. خب با چه ساخته بود؟ یعنی باید کسی که تئاتر دایی به اصطلاح ساعه کار میکنه باید تخصص ساخت عروسک هم داشته باشه دیگه. حالا یک چند تا عکس ما داریم که حالا به شکلای دیگه به اصطلاح عروسک باز جور کرده. این مواد و متریالی عروسک ها چی بودن که جور کرده؟ اینا با متریال مختلف چیز میشه، با چوب و نمفون پارچه و مثلا موادی که به خود عروسک ساخته میشه، مثلا لاتکس و گچ های مخصوصی، مثلا مجسمه سازی یا یک سری مواد های مخصوصی برای عروسک سازی و مجسمه سازی که اینا رو ما خریداری میکردیم از بیرون. اینجا هم دیگه هنرمنده که ساخته و نه اینجا اینا تماشاچی هایی که آمده بودن کار دیدن. عکس خانم آمده بود در چیزهای دیگه است. یه اما در اجرا بود آدم هایی که آمده بودن در کار دیدن. اینجا هم صحبت در موردش آره. پرسش و پاسخ شاد باشه. آره اینجا بعد از اجرای در یک از سالون ها ای کدام سالون بودی؟ امو... یه سالون نوافیلم بود. نما فیلم در همی برچی ساخته شده بود. سالن نمایش فیلم بود بیشتر، ولی خب ما دکور کردیم، خوازه آوردیم، داربست و برای تئاتر عروسکی اونجا رو ساختیم. آره. سیز زدیم که بتانیم کار عروسکی اجرا کنیم. یعنی یک نمای دیگه هست هم و آره. در اینجا اینی چیزایی که شما آره ای و کنترولی برای کنترلش است. ای چیزایی که کنترل باش میکنه اینا رو خود تو جور کردن دیگه، نه از روی آره اینا هم آره اینا همش خود می ساختیم. از صدش مثلا مو در کابل ساختیم همه اینا. بسیار عالی. باز خانم شاگردای بهروز قریپور بود در ایران در قسمت عروسک سازی. بهروز قریپور یکی از قولهای تئاتر عروسکی در ایران است و خانم چند دوره شاگرد اینا بودن آموزش دیدن در قسمت عروسک سازی. سیخ اینی هم نشان میده که چیز سیگم باز اینا اگه ای تارای از اینا با هم دیگه یک دفعه در هم بپیچه چیکار میکنید دوجه؟ نه تارا خواهی یک سری تکنیک ها داره که اینا با هم دیگه چیز نمیشه، یعنی در تضای حرفه ایش اینا آوزان میشن. آره ممانم و موقعی که جابجایی هم میکنن تارا را مثلا ما با چرم تارا را به اصطلاح چیز میشه صابون زنی میشه، ولی با چرم بین اینا کشیده میشه و این تارا با هم دیگه نمیچسبن. یعنی هم یک نمای دیگه از همونجا که تمرینی و چیز دکار داریم، دکار هم جور میکنیم. یعنی عکس دیگه هم اینجا نشان میده که بالاخره یک نمای بهتری هست که آره این تمرینات بود، جریان تمرین چیز اصلی نبود ولی دیگه اینجا دیگه کامل دیگه رنگ و هر رقمی که دوست داشت میتونستن آره. دکور داشته باشن برای خودتان. آره عرص خلاقیت بود دیگه اینا. مثلا در کار چیزای بعدی که هست مده سالون ورزشی مثلا خانم از فاطمه
در حال ساختن یک عروسک، اینا به اینا میگه هند پاپت که داخل دست ماره و فکس زده موشه. خانم فاطمه سلام به شما، اگه میبینین این برنامه رو با کاوه چیز هستیگه دیگه، ما اینجا داریم در مورد شما صحبت میکنیم، هر جایی که هستن درود بر شما. بیشتر کارهایی که ما کردم با یعنی خیلی حمایت کردن و خیلی در کارها و سختی ها کنار ما بودن. من فکر میکنم که اگر کسی دیگه با کسی دیگه ازدواج میکردم فکر نمیکردم دوام بیارم. یا شاید یکی رو داری که هم مسلکت هست و درک میکنه و حمایت میکنه و در افغانستان مثلا با تمام و سختی ها و دار و نداری ها و گشنگی ها و تشنگی ها و نفهم ترسای تو مثلا زندگی میکنه و خیلی سخته، خیلی سخته. من خیلی مدیون فاطمه هستم، من از اینجا تشکری میکنم، حتی خانه هست تشکری میکنم. من دوست داشتم که بیاب از خودش گفت نه برو خودت گپ بزن، باز در یک برنامه دیگه باز فاطمه دعوت میکنیم بیا خودش گپ بزن. امینجا اجازه بدین، چون اینجا باز میره یک سری دیگه ای از کارا شروع میشه، اما ویدئویی که در مورد عروسک به ذهن من رسید اگه موافق باشی مامور ببینیم، از خلیل هست، یک خانم ژاپنی که تحقیق میکرد روی موسیقی در خلیل دایکوندی از آرستان رفته بود و او را ثبت کرده بود، مامور امرای هم ببینیم، بعد باز دوباره برمیگردم. اجازه بدین من این را پیدا بکنم، در اینجا هست که 2 دقیقه تقریبا زمانش هست. دوباره خوش آمدین به برنامه. یک کاری بود از خدیر که
سالای 72 بود، 1972 تقریبا در روی اسکرین نوشته بود البته، که خب محقق ژاپنی که حالی حدود فکر میکنم 80 و چند سال، 2-3 سال عمرش باشه، من همین دیروز نگاه میکردم یک مصاحبه شیرم، هنوز خوشبختانه در قید حیات هم هست، و او در او سالا رفته بود و در خدیر ای را ثبت کرده بود. یک چند ویدئوی دیگه هم از کارهایش البته هست، کارهایی ثبت کرده بود، رقصهای مخصوصی که بین مردم در اونجا رایج بوده و هنوز هم هست دادودی در اونجا، از اونا هم ثبت کرده بود. کارهای شما رو که من دیدم، کارهای عروسکی تا ناخودآگاه در ذهن من اونا رسید و بعد با خود من سوال برای من ایجاد شد که آیا مثلا کاوه در وقتی که کار عروسکی انجام میداد و میده، مثلا آیا او زمینه بومی که ما داریم یا داشتیم از این نوع کار عروسکی و بعد اینا را در ذهن داشته استفاده کرده، چی برداشتی مثلا از این نوع کار داره؟ این ویدیو رو من تقریبا دو سه سال پیش دیدم که در یوتیوب آمد، ولی از گذشته که مثلا تاتری در مناطق هزارجات چیزی وجود نداره، ولی آیین های نمایشی در فرهنگ و عنعنات و رسومای جامعه هزاره و بقیه جوامع در اقوام مختلف در افغانستان خیلی قدیم ریشه داشته. مثلا نمونه علمی کاری که مثلا دور گردها میمدن از یک قریه در قریه دیگه مرفتن، یا در مراسم عید سال نو، منظورم سال نو است، و در عروسی ها یا شادی ها میمدن چنین کاری میکردن، ساز میزدن، یا مثلا مراسم های خیلی مختلف ما در چیز داریم که در قدیم برگزار میشده یا در عیدها برگزار میشده، ولی اینا به مرور زمان کم کم از بین رفته و آرشیوی مثلا خود ما نداریم از گذشته، متاسفانه نه عکسی هست، نه تصویری هست، نه چیزی هست. چیزی هم هست که مثلا کسای دیگه آمدن به صورت سفری یا گذری یا به صورت تخریبی آمدن انجام دادن هست. از قدیم 1970 و بعدش 1980 و اینا که طبعا قدرتگیری ملاهایی که مثلا با دیدگاه حکومتی ایران مثلا رشد میکنن، اینا باعث میشه تمامی همو داشتهایی که ما در مناطق هزارجات در قسمت موسیقی و چیز بوده از بین بره. مثلا منطقه خدیر و بندر و اینا خیلی کسات نمونه بارزش، مثلا بیادر داو سرخوش که توسط ملاها کشته میشه، و خیلی های دیگه کسایی که دنبوره میزده حکم ارتدادی خیلی ها صادر میشه، خیلی مجبور میشه منطقه هزارجات رو ترک کنن، فرار کنن. و ملاها وقتی که میان مردم با تفکرات مذهبی ملایی ایرانی مثلا حلقه میکنن و یک مثل کیولا چنبر میزنن روی چیز، تمام اینا از بین مره، تمام او فرهنگ و آداب و رسوم و چیز از بین مره. مثلا ما یاد ما این موقعی کوچک بودیم، مثلا پدر ما با دختر عمایش، دختر داییش، اینا یا قوما اینا کلانا وقتی جمع شدن یک جا، اینا بندگه دست میدادن، بغل کشی میکردن با اینکه خواهر کدوم جدا ازدواج کردن، جدا مثلا بچه دارن فلان دارن. ولی نوبت ما جوانا که میشد، ما مثلا اجازه نداشتیم دست بزنیم، دست بدیم، سلام کنیم با مثلا دختری کاکا، دختری خاله، دختری دایی یا بقیه چیز. مثلا همه چیز روی حرام و حلال بود. ملاها تیشه خیلی بزرگی به ریشه هزارها زدن روی فرهنگ، روی چیز، و خیلی از روشنفکران، معلمینی که در دوره بودن، تاثیرگذار بودن، توسط ملاها کشته میشن، مهاجرت داده میشن، مجبور میشن فرار کنن از منطقه هزارجات، فرار کنن برن مثلا در شهرها پناه بیارن، از اونجا برن در کشورهای مختلف مهاجر شون. و اینا کلی ملاها، کلی تقریبا
گذشته ما رو پاکسازی کردن و جایشان یک سری افسانه های دروغین سر ما به ما قبولاندن که ما هنوز که هنوز داریم آسیب میبینیم از اون قسمت. مثلا ما در قوم خود در فامیل ما پدر ما یک دن عمه کلام داشت که خیلی سن داشت، 100 و خورده عمر کرد. تا موقعی که زنده بود کل امی فامیل اگر ازدواج صورت میگرفت، اگر تصمیم گیری میشد، اگر چون پک برفتن پیش از او، بعد او مثلا دعا میکرد بر از ما که مثلا این بچه جوان، این دختر جوان مثلا اگر ازدواج میکنه خواهشم رو برید مثلا خوشبخت شوید، اجازه میگرفتیم یک جوری و او دعا میکرد بقیه رو، یا مثلا اجازه میداد یا فلان میداد. یا خیلی موقعی که بنده خدا کور شده بود، دیست از ما رو میگرفت، میگفت امی جوان ها رو، ما رو میگفت با هم دیگه دوست باشید، چرا با هم دیگه مثلا مزاق نمیکنید، با هم دیگه مثلا چرا گپ نمیزنید، چرا فاصله میگیرید، روی میگیرید از هم دیگه، شما قوم هستید چرا گپ نمیزنید، چرا روی میگیرید فلان. ما مثلا اون گفت مادرش گناه داره، نفهم محرم نو محرم فلان. گفت بابا خودم زینا اینا موقع در جوانی که دخترها در یک نور آوازی میکردن، اونجا کجا نامحرم بود، مردم دلش پاک بود، اون کس خوش داشت ما رفت عروسی میکرد، مردم با هم دیگه دوست بودن تا موقعی که کلان میشدن مثلا دوستی میمان. ولی الان نسل ما مثلا ما با بچه های قوم خو یا دخترهای قوم خو مثلا رابطه ندارم. این دوستی همین دیدگاه مولایی وقتی که آمد سوار شد و بعدش که مرد سالاری آمد که مولاها آمدن که ننگ است که یک زن مثلا برای یک فامیل تصمیم بگیره فلان کنه بسان کنه، زد ریشه همه چیز ما رو خشکاند، ریشه او اعتماد، دوستی و او سادگی، او چیزی که مثلا یکی اگر یک کار میکرد کلگی مثلا چیز میشد. ما مثلا موقعی در ایران بودیم تا او اوائل، مثلا کسی که از سفر ما رفت میمد یا خانه تبدیل میکرد کلگی ما رفتن یک چیز جور میکردن، خانه تبریکی ما رفتن، یا کس سفر ما رفت برمیگشت خواست سفر از یک شهر در یک شهر دیگه است کلگی ما رفتن مثلا پیش از زو و میشیشتن، خب او از قصایی که در او سفر خداشت میمد برای بقیه بیان میکرد، از چشم دیدای خود میگفت، از تجربیات جدید خود میگفت، اونجوری تجربیات شریک میکرد. ولی نسل جدید هیچ چیز نداره دیگه، نسل جدید درگیر محرم و نامحرم و نفهم فلان و بسان و هیچ چیزا شدن و از هم دیگه فاصله گرفتن و غریبه شدن با هم دیگه و این بلایی که با سر فرهنگ از ما آورد، سر تاریخ ما، سر هنر ما، سر همه چیز ما. در اجازه بدیم همین چیزهای دیگر هم نگاه کنیم، پیش بریم و آره پیش بریم مولا هم رو دعو نزن مولا آلی که دست به تو برسه دستش دیگه تو رو دیگه نمیتونه دیگه دستش نمیرسه باز مردم هم روشن شدن دیگه، خودشان هم شاید روشن شده باشن دیگه تالی نه. ما یک ملا داشتیم در قوم در ایران، یک شهر دیگه زندگی میکرد، باز ما اون موقع دوست داشتم برم کامپیوتر بخرم یاد بگیرم، باز با بخرم گفتم که من کامپیوتر میخرم یاد بگیرم یک چیز جدیده فلان بسن، خب با اینکه نتونستم برم مثلا دانشگاه یک چیز جدید یاد بگیرم علمی روز کم کم. بعد ای از این ملا پرسید، این ملا گفت حرام است کامپیوتر یک چیز کفریست و این حرام است. این گذشت مست یک سالی رفتیم خانه همزی ملا در مشهد دیدنی، رفتیم این بچه هاش گفت چند تا بچه هاش گفت بیا باریم در اتاق بازی کنیم فلان قصه کنیم فلان بس. بود ما رفتیم در اتاق از رو باز کردیم، 4 دنه پایه کامپیوتر همونجا روی میز گذاشته بودیم بچه هاش، مفتیم اینا چیه؟ گفت اینا کامپیوتره دیگه، تو کامپیوتر ندیدی؟ چقدر عقب مانده هستن تو، عقب مانده هیچ زار ندیدی؟ تو من دیدم از دور، ولی اینجا چیکار میکنه؟ خب بابه من خریدم و کار کنیم فریاد بگیریم فلان. گفتم بابه تو مثلا در من حرام اعلام کردم من، بابه من گفت نه چون فلان آخون گفته حرام است تو اجازه نداری بری بخری، حالا خود 4 دنه هست ها. و همونجا من دیگه مثلا از خانه از اونا برآمدیم و
من تقریبا دیگه پشت ملا را خط کشیدم که این است. خیلی باعث عقب ماندگی از من شد، تجربیت شخصی حالا با خیلی های دیگه. خب یک جامعه را خب شما و دیگران و یک جامعه کلانی را به اصطلاح عقب نگه داشته شدن. متاسفانه حالی هم که چیز است که اونجا ملاهای قرون وسطایی حکومت میکنن و دیگه یک حکومت تک قومی و تک جنسیتی و دقیقاً فرق مثلا ما الان مثلا در یک کشوری هستم که آزادترین کشور جهان شناخته شده و در کشوری بودم که الان عقب مانده ترین کشور دنیا است. تضادی که تجربه زندگی هست و تجربه بین درس خوانده در مسجد و در مدرسه است دیگه. شما وقتی در مدرسه درس میخوانید به شما علم یاد میدن، به شما پرسش کردن یاد میدن و پاسخگو بودن و پاسخگو کردن بقیه رو به شما یاد میدن. دو تا چند تا مشهد به شما یاد میدن، ولی در سیستم ملایی، در سیستم مذهبی به شما برده بودن آموزش میدن، شما سوال نکنید و هر چی که اون نفر گفت اونم رو اطاعت کنید و چیز کنید. و افغانستان داره ضربه از این چیز میخوره و از روزی که مجاهدین پیروز شدن و مذهب وارد سیستم آموزشی افغانستان کردن و سیستم آموزش افغانستان رو فلج کردن، تا هنوز ما داریم این ضربه رو میخوریم و عقب ماندگی ما از همه چی هست. بخوایم قبول کنیم بخوایم نکنیم، واقعیت چیزی هست که باید بپذیریم و قبول کنیم و اصلاح کنیم، ولی متاسفانه ما قبول نمیکنیم و به دنبال اصلاحش نیستیم، چون ما را برده بار آوردن و ای که هرچی اونا گفتن ما بگیم صحیح است و ما را اجرا کنیم. البته که مقاومت هم هست، یعنی این رقم هم نیست. البته مثلا اونجا مکاتب را اونجا تبدیل کردن، دختران که زنان و دختران که کلن هست شدن، ولی برای بچه ها هم اونجا اون مکاتب را اینا خب مدارس داشتن دیگه، مراکز به اصطلاح مغزشویی و باز پرورش خود ترغان و باز عالی مکاتب را هم به همین شکل میخواهم جورش بکنن و بعد دمو استبداد قبیله اینجوری شرایط نمیگذاره. همیشه جوامع تغییر میکنه و نسلی که ای 20 سال تجربه کردن نسل مبارز هستن و اینا ساکت نمیشینن. اینا روز سرنوشت خود خورا به دست میگیرن و در این 20 سال و تمام کسایی که در وضعیت دخیل بودن، حتی من، همه ما مقصر هستیم که نتونستیم اونجوری که باید کار میکردیم کار بکنیم، اونجوری که باید تلاش میکردیم تلاش کنیم. ما دوباره هم اختلافات و نمیفهم فلان و چیزها رو به اونا رو آوردیم، دوباره از همدیگه فاصله گرفتیم، دوباره آدم ها رو از همدیگه ترساندیم تا جایی که مثلا سرنوشت مملکت از کسای دیگه رقم بزنن و یک شبه بفروشن همه چیزا و مجبور شوی در بال هواپیما چنگ بزنیم که بتانیم خود خود نجات بدیم. خب البته یک شبه هم نبود دیگه، خب حالا ما نمیخوایم اون رو باز بکنیم قصه شه، ولی من در کل گفتم بفرزیدیم موافق هستی بریم یه چیزا رو نگاه بکنیم بیشتر؟ اینجا در حال همه این چیز هست دیگه. آره ساخت هم عروسکای و چیز هست، الگو برداری و ساختن دستش. اینجا هم دخت هست دیگه. آره چهار خیاطی دختر. اینجا مراحل ساخت هست دیگه همه ایشان. دقیقا در اینجا هم آماده سازی برای نمایش هست دیگه، همون داربستا و چیزایی شده بسید. دقیقا دیگه ما حساب که در سالن فوتبال رفتیم تئاتر اجرا کردیم. سالن تئاتر در افغانستان وجود داشت ولی به ما اجازه نمیداد، ما مجبور میشدیم در سالن ورزشی دولی در هر جایی که میشد
دو سالانه تئاتر چیکار میکردن دیگه؟ خالی بوده دیگه، چوکی بدون استفاده. داونا روز نمیفهم روز جهانی گاوداری برگزار شد، مالداری. یم مراحل همو ساخت آماده سازی همو به اینجا این چوکی ها را ماندن و باز مردم آمدن و باز شروع شده. این همه یه سیاموی هست دیگه و جلالی کار داره میکنه. یعنی چیز مثلا اینجا نشان میده که چی رقم در حال اجرا هستن، پشت صحنه هستن و اونورم صحنه ای که مردم میبینن. آره. باز نوری هم اونجا میگذاشتین که او سایه همی همکارای شما را به اصطلاح حس بکنه و نیفته روی او. آره تمام تا این لایت پردازی میشد داخل خود صحنه. درست. یه ممو کاملا تاریک اینجا شده بوده دیگه. درست. ولی بازم با مو امکانات هم خوب جور کرده بودن دیگه، صحنه خوبی جور شده بوده. آره اگه ما رو میشتن شاید میتونستم بیشتر کار کنم. باز صدا رو چیکار میکنم؟ همون کسایی که عروسک گردانی میکنن همون هم صدا رو از اونا بود دیگه نه؟ یعنی نه اینجا روی موسیقی که کی خوانده بود، روی دو بیتی های جلالی که مهدی افشار خوانده بود روی از اونا موسیقی ساخته شده بود، پخش میشد و عروسک ها و ابنای امو دیالوگ ها و موسیقی حرکت میکردن. یعنی این سلاید بعدی که من داشتم یک دو سلاید دیگه هم هست این هستی که دو ساعت خسته که داشتی کابه نه؟ نه خسته نه، من پرد شدم به کابل. یک مرور خوب خاطرات میشه برای تو دیگه حالیره؟ چیز دیگه تقریبا مثل اینکه یک زخم تو کاو کنی. او رقم نگویی دیگه، همیالی برابر رو قوی بکنه بسته میکنه بیره دیگه چیز گل میکنه او رقم. تو نباید او رقم بگویی دیگه الهی زخم گرفتی برای کاوکی. آخه تلخه تمام این تجربیت که چیز بود بر ما بازگو کردن چیه جور. من نمیخواستم اول در برنامه اشتراک بکنم چون و مرور تمام و گذشته بود دیگه، ولی شاید بیان کردن این چیزا، شاید بیان کردن تجربه از من باعث شد که مثلا بقیه بشنون و بقیه بیان تجربه خود شریک کنن، ما بشنویم و باعث آشنایی و نزدیک شدن شود که بتونیم تجربیات جدیدتری خلق بکنیم شود. درست است. حالا مثلا مخصوصا در قسمت تئاتر که شما مثلا یک روز یک زمان خاصی را اجرا میکنن یا چند اجرا دارن و بعد خیلی ها دیگه نمیتونن تجربه مستقیم و چیز داشته باشن، بعد ولی ما اینجا نشستیم و در موردش صحبت میکنیم، حداقل یک تصویری میتونه ارائه بکنه از کار. عرضم به حضور شما این یه کار دیگه هست دیگه نه؟ هم کار عروسکی برای بچه های همون که در حال فاطمه در حال دختن بود دیگه نه؟ همون آره هم عروسکی همون چیز هست. در کجا بودی؟ در کابل بود نه؟ آره در برچی بود، در مکتب بود، در آخر برچی ما اونجا رفتیم اجرا کردیم در منزک کوی چلختارا. یه هم کودکانی که متاسفانه شاید خیلی از اینا دیگه مکتب نمیتونن برن. فاطمه است در حال اجرا کردن. یا آخر کار باز ما عروسک ها رو میوردیم پیش بچه ها که ببینن چی هست لمس کنن و خیلی تجربه قشنگی بود. آره باید بازم شایدم برای خودشون ایده شده باشه که خودشون برن و عروسک جور کنن برای خود. آره من یک زبان یک پیام دریافت کردم، یکی از دوستا همین اولین اجرای ما چلختران را در کابل دیده بود. آره. باز گفت پیام داد بر ما یک شب در فیسبوک که من فلانی هستم در اون در چین در دانشگاه درس میخوانم، تئاتر میخوانم و علاقه مندی از من از دیدن کار چلختران که شما اجرا کردین شروع شد.
و الان دارم اینجا کار میکنم، درس میخوانم و میخوایم در آینده مثلا یک کارگردان شم، بتونم کار تاعت در افغانستان اجرا کنم. حتی مال قبل از سقوط کابل بود دیگه. حالا با توجه به اینکه تئاتر کاوه، شما مثلا یک تجربه مستقیم شکل مثلا سنتی تئاتری که شما باید برین و همونجا مثلا باشن در همون زمان و مکان در اونجا باشن تا بتونن مخاطب مستقیم تئاتر باشن، حالا با توجه به مثلا تئاترهای تلویزیونی، تکنیکایی که از کامره و تکنولوژی و این رقم، با دقیق قسمت ها وارد نشدی که مثلا بتونه ماندگار تر باشه تئاتر که ثبت شده؟ چرا، ما همین کارهایی که قدیم هم کردیم همه ایش را ثبت کردیم، یعنی ویدیویش وجود داره، مثلا قرار کم کم اینا رو بذاریم در فیسبوک که مثلا در آینده اگر مثلا کسی خواست ببینه در فلان سال چی کاری شده بتونه اینا رو ببینه. منظور من این نیست یک کمره رو بگذاری و آخر مثلا، منظور دقیق مثلا نه، چنین کاری مثلا کردیم دیگه. مثلا ما یک کاری در کابل اجرا کردیم، یک تئاتر بود که در ولایت مختلف باید ما رفت ولی بودجه اونقدر نداشت که سفر بریم کلی گروه، ما این را ثبت کردیم و به صورت تئاتر تئاتر تلویزیونی ضبط شد. بعد اینا ویدیویش را برده بودن در ولایت های مختلف اجرا چیز میکردن، پخش میکردن. یعنی روی تئاتر مثلا تجربیات چنین چیزی بود که تئاتر اجرا میشه ولی به ابنای یک فیلم چیز میشه، کات بندی میشه، اجرا میشه و ثبت میشه و بعدا مثلا پخش میشه به عنوان تئاتر تلویزیونی. اینجا چیکار میکنی کاوه؟ اینجا قبل از خدمت ما رفتم اونجا سرسره بازی دیگه یاد کودکی ها، یاد کودکی افتاده دیگه، اما بین کودکانم اینجا که با کودکان هست. آره اینجا ما نام نویسی میکردیم، باز برای بچه ها یاد میدادیم، برایشان تیکت جور کرده بودیم که به اینجا نام بنویسن، مثلا بعد مثلا یک افغانی بیدن بعد تیکت میگرفتن، بعد ما میمدن تارت میدادن، یک جور فرهنگ سازی که مثلا تارت دیدن این رقم است که مثلا در کلان که شون، مثلا اگر رفتن یک جای تارت دیدن با یک تجربه چیز شدن، مثلا کودکی هاشون برایشان زنده شود، باید نامشن نوشته میکردیم. باز خودت همونجا قلم و چیز نبردی کاغذ که خودشان تکت را بگیرن نقاشی بکنن و باز قیچی بکنن و باید بیان بچه بده؟ ما تکت های کاغذی بریش کرده بودیم میدادیم بهش، یعنی هم دیگه اینا تکت پرداخت کردن و نشستن اونجا در حال تماشا هستن دیگه، تکت دادن دیگه. آره یعنی چه این پانتومیم هست دیگه، نه این کار ای هم آره یک کار بود با صحرا کار میکردیم، تجربه چیز بود. ما امی شازده کوچوله اگزوپری را یک اقتباس ازش کردیم و به صورت پانتومیم و یک خالق قصه گویی که قصه رو بیان میکنه و شازده کوچولی که تمامی دنبال دوست گشتن و دنبال دوست بودن در سیاره های مختلفی سفر میکنه اجرا کردیم. این تقریبا در 50 تا مکتب ما اجرا کردیم در کابل. تجربه خوب، در اولیا ما رفتیم اجرا میکردیم، یک مکتب ما رو میدوان قبول نمیکرد معلمش مدیرش، یک در یک مکتب رفتیم مورد از بود بزنه مدیرش، چوب خیلی کلان آورد که اینجا چی میکنید شما فلان، گفتیم بابا ما با استاد فلانی گپ زدیم، نه شما بد میکنید اینجا چیز که، بابا یک تئاتر برای بچه هاست، شاد میشن، یک چیز یاد میگیرن، موضوع دوستی و نمیفهم اینا هستن، نه برایید از اینجا، اینجا مکتب از ما هست، ما اینجا چیز کردیم شما بید اینجا رشخنده کنید فلان. ولی مثلا بعض مکاتب ما رفتیم خیلی مهربانی میکردن، استقبال میکردن، بچه ها استقبال میکردن، تجربه خیلی شیرین بود. ولی خب هر فصلی مثلا شما تنها کسی بودی تقریبا دیگه در اونجا خب که کارا رو میکردی و این مثلا یک جمعه میرفتی یک مکتب و بعد مدیرش رفتار رو میکرد و محروم میکرد شاگردای مکتب را از تجربه خوب.
یعنی البته یک پوستر از امو سیاموی و جلالی هست که در اینجا و ای در امو چیز هست، یعنی کار ای چلوختران هست دیگه، پشت صحنه، پشت صحنه که یعنی چیزه. این فستیوال دوره 16 بود، پاپت جشنواره ایران بود که ما رفتم اونجا، بعد رفتم روی استیج. باز اونجا ما از کی تشکری کردم؟ بهروز قریب‌پور، یک زبانی او مسئول خانه هنرمندان ایران بود و یک اتاقی رو برای جوانای افغانستان اختصاص داده بود دوره که مثلا ما رفتم اونجا در انجمن و یک فضا ایجاد شد که بتونم یاد بگیرم. باز اینجا رفتم بیان کردم، گفتم یه چیزا که اونجا حضور داشت، تشکر کردم از شما، گفتم یک زمان یک خوبی کردی و ثمرش یک از ثمرایش من و خیلی آدم های دیگه بزرگتر از تجربه بیشتر از من داره، بهتر از من دارن کار میکنن و آدم هایی که تو فضا رو برشان ایجاد کردی هست. یا یک صحنه دیگه، تصویر دیگه از مو پانتومیم هست که شما آره تمام کتب می‌رفتید. یام یک زاویه دیگه از همو کار و یام یک لیستی از کارهای شما هست که البته فکر میکنم کامل نیست دیگه، یه بعدم باید آپدیت کنم دیگه. آره ای تا 2016 دیگه بعد از اون مثلا کاری دیگه. این پشت صحنه یک کلیپ بود، کلیپ بانو که اگه آهنگ یکی خوانده بود عارف جعفری، موقع کابل آمده بود، یک آهنگ داشت به نام بانو، باز ما برایش یک کلیپ ساختیم، ویدیو کلیپ ساختیم. زمستان بود، خیلی سرد بود، بودجه نداشتیم، باز بچه ها از جیب خودشان پیسه گذاشتن و دمو زمستان رفتیم شب تا صبح، فکر کنم 10 روز 12 روز کار کردیم و یک کلیپ ساختیم. یک صمیمیتی بود، آدم ها با هم دیگه کار میکردن. یه مزمو وقت آره او قبلی مهدی احسانی بود، تجربه خیلی، ما فیلم کوتاه خود خوره باش داشتم، فیلم برداری خیلی خوب بود. یه خادمه، خادم بیداری، تصویرداری خیلی خوبیه و هر جا هسته سبز و موفق باشه. سلام ما خدمت ایشان برسه و سلام بینندگان ما هم. بینندگان عزیز خیلی تشکر، تا حالی هستن، بعد تقریبا 2 ساعت میشم با کاوه آیریک هستن در اینجا، داریم کار و زندگی هنری ایشان رو مرور میکنیم. ایده کجا هست کاوه جان؟ یه مو کلیپ بانوی هم بانو، پوی سنش هست، بازیگر هم داریم بازیگردانی میکنم. اجرای چیز هم و شهریار ای در لیسه استقلال ما اجرا کردیم، اما لیسه استقلال بچه هایشان آمدن کار دیدن. اون موقع خب مدیریتش کسی دیگه بود، فکر کنم اون موقع گیلدا بود، گیلدا شاهوردی، باز خیلی همکاری کردن با ما، سالون دادن و بچه آمدن اجرا کردن و در فضای حرفه‌ای نور و تمامی چیزا، تجربه خیلی. اما فستیوال جشنواره اول، دور اولش، من هم اندارم بعدش اجرا شد، برگزار شد یا نه، در سال 2006 هم گیلا چیز میکرد، پشت قضیه بود، حمایت میکرد، بله کار اصلی رو انجام میداد. به هر حال سلام من باشه خدمت خانم گیلا از راه دور. و این چیکار می خسته دیگه، نه اینجا ما آخرین فیلم چیز دو بانوی ای روز آخر بود، ما داشتیم روز شبا شوتینگ داشتیم چون فضای آره شب اتفاق می افتاد. باز اینجا بعد از یک استراحت کوتاه دوباره وسایل آورده بودیم که بچینیم و چیز کنیم، خسته بودم خیلی، روزای آخر بود. آخ بسخ اینیچ خسته و پشت سنه این هم از همون کار است و اینجا هم با فاطمه هست دیگه. آره دیگه باز این هم همونه دیگه، شبا دیگه در حال تصویر برداره. آره
پس برداری چیز شب بود. یعنی هم که نور باز دارن اینجا بهتر میشه دید تقریبا. نه این با توجه به مثلا بیبرقی های کابل بود دیگه، یعنی رقم چیزی تاریک. آره. باز ما جنراتور هم برده بودیم که اگر برق بره بتونیم جنراتور استفاده کنیم. دیگه جنراتور های اونجا دیگه صدای از اونا دیگه بسیار چیز بود دیگه، همه جای صدای جنراتور می بود دیگه. یم که نام همی چی بود من یاد مرفتش که بانو کلاکت نداشتم. باز اگر از تختای وایت بورد خورد سفیده به جای کلاکت استفاده میکنیم. خب یک پیشرفته تر است دیگه از او چیزی. او وقت با گچ نشه میکنه دیگه، نه با او یکی آره. سنتی هایشی ولی حالی دیگه چیز دارن توش دارن دیگه آره. نه خب کلاکت باید باشه که بزنی او صدای چیز آه. موقعی کات کردن کمک کنه فلان کنه، ولی او رو نداشتیم دیگه مجبور میشیدیم. یه باز خودت هم میگفتن دیگه همونجا باید میگفتی کات که بعدم متوجه میشده که اینجا کات شد. ایم همو کار است که در حال کار است. اینجا هم توضیح که این رقم بکو رقم بکو. آره اینجا مریم جهان بینه داشت گریمور کار بود. آره داشت گریم میکرد و آخر این چیزا که قبل از اینکه شوتینگ شروع شد. آره اینجا هم یک نمایی دیگه امیم که دورش همین کمره خورم میمانن روش حرکت میکنه. نامش چی بود؟ دالی. آره دالی. اوکی. و یه تیمتان هست؟ یه هم شب آخر هست دیگه. آه دیگه همه یک اکسی راضی هستن دیگه اینجا دیگه نه؟ یا نه بس کارتان؟ آره کار خوب میشد، کار تجربه خیلی خوبی بود و کاری که چیزش خروجی که درآمد خروجی خیلی خوبی بود. من خود راضی بودم از همه چیز. سخ یک همکارای تان باز اینجا یک کار دیگه هست. البته این پازل مرگه یعنی چل اخترانه دیگه. اینا کارهای عکسای متفرقه از کارهای مختلف هستیم. اینجا چی بوده؟ من دیدم یک بوتل در دیستان هستی مثل مایکروفون استفاده کرده. چی بوده؟ نه یک پرفومنس ها. آره. پرفومنس کوتاه در باره یک زوجه یا طبعا اوائل آشنایی ما و فاطمه بود و تجربه اول مشترک ما در یک کار تاعت بود. تاعت طبعا خیابانی میشه گفت. اینجا با هم اجرا کردیم. موهای تو هم تازه در حال رشد بود. نه موقع کچل بود. این هم همون کار است. این از او این کدام کار است؟ این فیلم چیز خواستگاریه با موضوع پلیس. یه همونی بود که ما در دی سبز شوتینگ کردیم و جنجال بود. آره مسعود اسلامی که بعد ما در کار سینماییش مثلا با هم کار کردیم. تجربیت خیلی خوبی با هم داشتیم. آدم خیلی کار بلد و کار درستیه. امیدوارم که هرچه باشه موفق باشه. تازگی ها پدر خور از دست دادم اینجا تسلیت مدون بهش. و روی شاد باشه. روی شاد. اینجا این تصویر این من دیدم یک چند جا استفاده شده بود در سایت های مختلف و این رقم مرمی رو سر مبارک فستیوال به نام لایو اکشن. بعد من اونجا یک پرفورمنس اجرا کردم از پوکای فشنگ به عنوان اسم چیز بود صدای جنگ که باز ای عکس خیلی قدیمه. این پشت صحنه یک کاری مستند بود که ما موقع در تلویزیون یک کار میکنیم، یک مستند از آموزش سربازا که توی زمینه مواد مخدر اینا کار میکردن، مبارزه با مواد مخدر کار میکردن.
نیروهایی که آموزش دادم میشد و بعد مثلا ما رفتن عملیات مو از جریان چیز مستند میساختیم. این را امونجا عکس گرفتیم. بعدن پارس 2022 که من در سویدن پرفورمنس اجرا کردم، باز دنبال یک عکس میگشتم که برای فستیوال بفرستم. بعد عکس پیدا کردم فرستادم برایشون، باز اینا عکس به عنوان پوستر خود جشنواره چیز کردن، انتخاب کردن. جالب است. اینم که دوباره سر خط دیگه، نه؟ دوباره سر خط. یک چیز دیگه هم هست، البته یک مجموع اسلاید دیگه هست، اجازه بدین میتونیم ویدیو رو ببینیم. اوکی. آره تکراریم که بازم اکس اکس ببینیم برای خودت خسته کننده شد؟ نه نه، من میگم بیننده ها اگر چیزه برای من که همش مرور خاطرات همش چیز هست. بسیار خوب، میرم به امی کم تا این کارهای چیزی تست، اجازه بده من پیدا بکنم. اینجا دارم اینه. خب اول یک کاری که ما داشتیم در مورد جنبش روشنایی بود فکر میکنم، اجازه بدین اگه درست انتخاب کرده باشم. اول تریلر مستند بی سر زمین تر از باده که با موضوع روی برادرهای هندو و سیک مذهب می پردازه، چون ایرا 2021 ساختیم قبل از سقوط چه شد و سفرهای متفاوتی در ولایات مختلف که داشتم، از مکانهای مذهبی اینا که وجود داشتن و تاریخ گذشتهشان در قندهار، در جلال آباد، در خوست، در بلدهای خیلی مختلفی که اینا حضور داشتن و چقدر تاثیرگذار بودن. اولین بنیانگذار سیستم اقتصادی مثلا افغانستان یک سیک باور است که در دوره فکرم امان الله خانه در اقتصاد افغانستان اینا خیلی کمک کردن که سیستمی را ایجاد کردن و در طی سالها چقدر به اینا ظلم شده، چقدر خانه ها، دکان ها، مراکز مذهبی از اینا غصب شدن و چقدر بهشان حمله شد، چقدر ما نسبت به بچه های از اینا ظلم کردیم، چقدر در مکتب و در سرک و در محله ها آزار دادیم اینا را، دو زدیم و اینا هیچی بدل نگرفتن و تنها چیزشان بود که میخواین در افغانستان زندگی کنن و مجبور شدن مهاجر شدن بارن در کشور دیگه و الان خیلی تعداد کمی مانده. مثلا دکتری که میگه که شادی
همراه بقیه هم مزه میده کو مردمی ما. این دکتر را دقندار و سال هاست بدون گرفتن پیسه مردم داره درمان میکنه و هنوز مانده ده. میگه من اینجا کشور و من کجا برم و دارن. اون موقع خیلی فشار بود که افغانستان را ترک کنه چیز کنه. بنده خدا هنوز وایستاده ده مردم بقیه خدمت میکنه، ده اطفال که مریض هستن، خانمایی که مریض هستن، بدون گرفتن پول اونا را برشان دارو می نویسن یا تا حد توان خود خو دارو می خره به اونا میده. خیلی آدم بزرگی بود، خیلی آدم بزرگی بود و آدم شرمنده اینا موشه به عنوان اینکه ما چرا اینقدر ظلم کردیم به این مردم، به مردم خود، مردم خود. این مایی که داره میگی دیگه اون ما دیگه دقیقاً مشخص است که کدام ما، یعنی ما نیستم دیگه. دقیقاً نه همه ما ظلم کردیم به او. نه کدام بود؟ چرا نه نظر شخصی ما است، ها نظر شخصی ما است. خب مثلا تو چی ظلم کردی در اونا؟ تجربه که مثلا من داشتم با ساختن یه فیلم، یک جای رفتیم یک آدمی قصه کرد که چیز بود، من گفت ما در مکتب بودیم، ما بچه های اینا رو دعو میزدیم، اذیت میکردیم به خاطر که مثلا در ما گفته بودن که اینا مثلا چون هندو هستن فلان هست، که اون نفر هم مثلا از هزاره بود. خب یعنی همه خب ما دعو زدیم، بقیه خانهشان رو گرفتن، بقیه مثلا مالشان رو گرفتن، زمینشان رو گرفتن، دکانشان رو قصد بدن و خیلی چیز حملات مثلا چیز شد، اینا کشته شدن فلان شدن. دنیای سختی، دنیای سختی. موافق فیلم ویدئوی بعدی رو ببینیم کاوه جان؟ آره. ای چیز هست در یوتیوب هست، هر که دوست داشت میتونه باره ببینه فیلم کاملش. آره فیلم کاملش، بی سرزمین تر از باد. Landless than wind. I'm just choosing it. Yeah. Bytte den her jeg faktisk. Så vi bruker en annen som har litt ekko, litt klang. Ja. Men det virker. So what's that? Is that paper mache? Ja. Ja. Good. Thank you.
خب اینجا دیگه تجهیزات داری دیگه هرچی بخواییم. آره این پروژه چیز است، شهر سکوت به نروژی میشه استیلبی، که داستان یک گروه دختران والیبالیست هست که در بامیان زندگی میکنه و سرنوشت اینا بعد از سقوط افغانستان چی میشه هست. کار من نوشته کردم، به نروژی ترجمه شده توسط آقای محمد ام ایزدی، یکی از مترجمه های خوب. بعد بازیگر نروژی داریم، کار میکس از تئاتر عروسکی، استفاده از ویدیو، استفاده از ویدیوهای مستند و رقص دنبوره که اینجا به عنوان یک ما از دنبوره به عنوان موسیقی استفاده کردیم، موسیقی تئاتر که از حمید خیلی 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 خوب کار کرد و ای که بتانیم دنبوره را از اون بود تک بودی که فقط ما دیدیم و شنیدیم جدا کنیم و وارد یک تجربه جدید بکنیم، هم ما تو فضای تاس بتانیم از دنبوره مثلا یاد بگیریم، از کسی که می نوازه، کسی که می خوانه، کسی که می زنه، و هم اونا بتانند یک فضای دیگه از دنبوره را به قول گفتن یک تجربه دیگه ازش در میارن. و کار خیلی خوبی بود. در فستیوال شهر تونسبرگ ما اجرا کردیم و قرار از مارش، اواخر مارش در برگن اجرا شوه و داریم تلاش میکنیم که در فستیوال های مختلف بود. یک کار خیلی جدیه در فضای تئاتر نروژ و اروپا و یک تجربه جدیدی خیلی خوب و خیلی قشنگه و یک چالش هم بود که بتانیم به یک زبان جدید مثلا قصه افغانستان رو بیان بکنیم و روایت، تنها کاری که میتونیم روایت داستانهای ناگفته است، روایت قصه زنان افغانستان به خصوص زنان هزاره است که در وضعیت بدی دارن زندگی میکنن و دارن روزگار سخت رو میگذرانن. من به عنوان که مثلا تجربه اینه چیز مست میتونم از این طریق کمک کنم، بتونم روایت ها رو بکنم، شاید کسی بتونه کمک دیگه بکنه و کم کم باعث تغییر شد. از زاوی مثلا تکنیکی قضیه، مثلا شما خود در کابل که یا شهرهای دیگه ولایات دیگه کار میکردی، اونجا رقیب کم داشتی یا هیچ نبود، ولی در نروژ کار بسیار سخت است. سرزمین هنریک ایبسن هست اینجا، خب نروژ و رقابت بسیار سخت داره دیگه. نه و من کاوایری هستم دیگه، او ایبسن بودم، من کاوایری هستم. نه سخته دقیقا. اصلا کار کردن مثلا برای من بعد از تجربه تلخ افغانستان این که دوباره برگردی به کار چیز کنی خیلی سخت بود. مثلا دو سه تا تجربه پرفورمنس که داشتم در کشورهای مختلف یکم باعث شد که وارد فضای کار شوم. بعد کتاب یکی از نمایشنامه‌ایم به عنوان چمدان خالی که ترجمه شد به فرانسوی و یک گروه تئاتر دارن از پارسال تا الان دارن در فرانسه اجرا میکنن و کتابش اینجا نشان میدم، چمدان خالیه. بعد این جدیدن به زبان هلندی در ترجمه شد و در یک فستیوال در بلژیک در میمای گذشته خوانده شد، جشنواره نمایشنامه نویسی. باز اونجا اونا یک وبسایت داره، بانک نمایشنامه داره که نمایشنامه ما رو اونجا در بانک قرار میگیره و تولید کننده ها و پرودوسر ها و کارگردان ها بلژیکی دسترسی دارن و میان نمایشنامه رو میخوانم و اگه خوششان آمد باز اون موقع کانکت میکنن با نویسنده و اینا و قرارداد میبندن و بتونن نمایشنامه رو مثلا روی صحنه ببرن. باز یک دوباره شروع کنی در یک فضای حرفه‌ای که مثلا خیلی سخته کار کنی،
من نگرانی از او چیز نداشتم که از نظر کار مثلا بترسم که مثلا خب من بلد نیستم، من چیز تا حدی تجربه دارم، تا حدی توان خود گفتم میتونم، ولی که شروع کردن و مثلا در این فضای سخت مثلا بودجه پیدا کردن، بازیگر پیدا کردن، تیم پیدا کردن و با یک زبان جدیدی که هنوز مثلا تو در او زبان جدید هنوز ناشنایی، هنوز داری یاد میگیری، یک ریسکی بود که مقبول کردیم و شروع کردیم کار کردن و کار اجرا شد و در دو تا اجرا فیدبک خیلی خوبی گرفتیم و اینکه مردم اینجا با قصه جدیدی از افغانستان روبرو میشن، میشینن و در پایان نمایش اشک میریزن و میان بازیگر و تیم بغل میکنن و احساس همزاد پنداری میکنن. برای من خیلی تجربه خوبی بود و اینکه بشه کار کرد، بشه این کار دیده شد. حالا ما تلاش داریم اجرا شود، باز بتانیم در فستیوال های مختلف بتانیم بریم یا شهر مختلف بتانیم بریم و بتانیم از این طریق وضعیت امروز افغانستان بتانیم روایت بکنیم و مردم بیشتر آگاه بکنیم از واقعیت های جدید افغانستان. چون یک جوری بعد از اینکه چه شد همه دارن سفید نمایی میکنن و وضعیت خیلی چیزها رو دارن پشت پرده میکنه واقعیت ها را و ما تلاش میکنیم بتانیم از این طریق واقعیت ها رو بیان کنیم، حالا در حد توان و در حد چیز خوب. نه همی که مثلا من میبینم بسیاری از هنرمندان، نویسندگان، شاعران وقتی که در دنیای غرب میآیند بعد از یک مدتی اصلا تمام میشن دیگه، گویی مثلا عمر هنری ادبی اونا ختم میشه. البته دارن مثلا در یک هنوز شور میخورن یک کم، ولی او شور خوردن دیگه در یک دایره تکرار است عملا، خلاقیتی دیگه در کارشون زیاد نیست. باز و یک چیز مسئله دیگه ای که دیده نمیشه یا خیلی کم دیده میشه، خیلی انگوش شماری که با عرصه ادبیات یا هنر مثلا او جوامعی که درش زندگی میکنن رو نادیده میگیرن، کاملا بیگانه هستن، در صورتی که اونجا یک جریان یا جریانهای ادبی هنری زنده سیال روان در اونجا هست و اصلا با او بیگانه هستن عملا. نه من بخاطر میگم ما کابل که بودم، من مثلا خواه فستیوال ها و چیزها رو دنبال میکردم، سیاهکای جدیدی که دارن کار میشن، حالا وبسایت ها و آدم های معروفی که هستن دنبال میکردم و تا حدود آشنایی خیلی کمی داشتم. و اینکه تو بتانی روایت قوی داشته باشی، داستان قوی داشته باشی و بتانی از تکنیک های مناسب استفاده بکنی و بتانی روایت کنی و بیننده را بکشی، کار خیلی سختیه، ریسک هم هست، ممکنه دیده شوی، ممکنه نشوی، دل سرد شوی، خود خود رو گوشه بگیری، ولی کار بکنی در یک فضایی که خود خود رو کم کم بتانی جای پای خود پیدا بکنی خیلی سخته و داریم تلاش میکنیم که کار بکنیم. ما الان مثلا داریم تلاش میکنیم که چمدان خالی رو به نروژی ترجمه شو و بتانیم به زبان نروژی هم اجرا بکنیم، بعدش تلاش داریم که به زبان انگلیسی ترجمه شو و با اینکه مثلا دو تا ترجمه خوب شده، یکی به زبان فرانسوی و کتابش چاپ شده و الان داره گیلا شاوردی هم مترجم است، هم الان به عنوان کارگردانی چمدان خالی داره کار میکنه با یک گروه خوب، کار در فرانسه داره، در شهرهای مختلف، در فستیوالهای مختلف داره اجرا میکنه. خب در چیز الان امیدوار هستم دیگه کاوه یک ما روزی را یک برنامه را بگذاریم وقتی که کاوه در کارایشی در کشورهای ما نه چیزا بگه اسکار بگیرم باز اون برنامه میگیرم باز اون فراموش نکنید دیگه، باز کاوه بگیرم، کاوه بیا حالا کاوه را از کجا پیدا بکنه با وقتی که نه من یک چیز میگیرم نه ما پیدا میشید آرزم هست که بتونم کار بکنم در
فیلم هم بتانم بسازم و حالا تارگت هست که بتانم اسکار بگیرم. دور نیست ها، من اگر در افغانستان مثلا حمایت داشتم، بجت داشتم، من فیلم های خیلی خوبی بتانستم بسازم، چون هم توانایی خیلی زیادی در جوانا بود، در قسمت بازیگری، در قسمت مثلا خیلی مختلف. مثلا ما در تجربه آخر که چیز کردیم، چند تا بازیگر کسایی که بازی نکرده بودن آمدن در کار، استعدادیابیه دیگه. بعد در چند تا کار کوتاه از ما و کار محسود مثلا بازی کردن، فلان کردن. بعد هم آدم ها الان دارن در استیجای خیلی کلانتر دارن بازی میکنن. یک سوال کاوه، در اونجا در داخل که بودی اونجا، خب حالا شرایط زیاد تعریفی نداشت، ولی از مثلا کمره استفاده نکردی، حداقل تصویر مثلا داشت، تصویر خام داشته باشی مثلا از جاهای مختلف، شرایط مختلف، که بعد مثلا حتی تبدیل به روایت کنی اونا رو، و یک کار مثلا داستانی حالا مثلا با خلاقیت خاصی استفاده شده؟ نه خواهد، تو اگه بتار مثلا من تا حد چیز کردم، مثلا تریلر چیز اگه پیدا کنین جنبش روشنایی را، خب اون موقع مثلا یک کمره چیز داشتم بدون هیچ امکاناتی، بدون هیچ چیزی. مثلا همو تیم جنبش روشنایی هم چند بار رفتم که حمایت کنم که همین جریان تبدیل مستند شود، بعدا بومانه برای نسل بعد، یک تجربه دادخواهی خیلی کلانی مثلا با تمام تلخی ها و چیزایی که گذشت، و ما خود بدم و انفجار دهمزنگ بودم و ممکن بود نباشم دیگه. تا تمام مثلا چیز کردم، در صورت که من اونجا فیلم میگرفتم، اما تیم های آدم هایی که تیم لیدر هایی که مثلا شکل گرفته بود، با اونا رفتم گفتم که من این کارا میکنم، اگه میتونید کمک کنید، یک کمره، یک بومی، صدای چیزی بر من مثلا یا بخرید یا از جایی کرایه کنید که من بتونم تصویر بهتر و صدای بهتر بتونم بگیرم، اگه بودجه دارین یک کم اختصاص بدین که مثلا ما یک نفر دیگر بگیرم، یک دو سه نفر مثلا کار کنن سر کار، بدون اینکه معاشی چیز، فقط مثلا هزینه وسایل چیز. ولی من از جلسه خود انداختم بیرون، در موقعی که من فیلم میگرفتم در بیرون، نفر روان میکردن میمدن کمره مرا تلا میکردن یا جلوی از مرا میگرفتن که تو فیلم نگیر، یا مثلا بعد ما یک خروجی اولیه که ازش در آوردم، در من زنگ زدن که ما از تیم تکنیک جنبش روشنایی هستیم، فیلم تو رو ما باید تایید کنیم و ببینیم که چی هست، ما باید تایید بکنیم که بعد تو بتانی نمایش بدی. ما گفتم شما کی هستین که کجا حمایت کردین، کجا چیز کردین که مثلا حالا توقع دارین که مثلا مو فلان هستیم، بسان هستیم. شما اگه هستیم برای خود خواه آمدید یک جریانی سوار شدیم، داریم سو استفاده خود میکنید و نکنید این کار، اذیت نکنید، بذارید هر کسی کار خور بکنه، اگر کمک نمیکنید جلو رار نگیرید دیگه، چون خیلی جریانات زیادی هست، خیلی جریان. اما لحظه ای که انفجار شد، قبلش آدم های کلانی که حضور داشتن در دهمزنگ، ما اونجا بودم، اما آدم ها یک پیش پست، پیش اما اداره پست جمع بودن. داود ناجی آمد چیز کرد، گفت اما تریلری که جور کردی بیار شب اینجا نمایش بدیم اینا. بعد من گفتم خواه پروژکتور و چیزی نام میخوایم، مشکل ندارم، گفت شب اینجا هستم بچه ها. باز گفاره با بچه ها رو میگم پیدا کنم فلان. اما موقع یک نفری آمد از طرف چیز پیشم کلانا گب زد. باز اینا یک دفعه چیز کردن که بریم نماز، باز یک دفعه گم شدن اینا، اما لیدرها همه گم شدن. بعد ما اونجا میگشتم که آقا این نفر بقیه دوستا کی هست که نیست. ما موقع کمره من خراب شده بود که بچه ها بگردم کس کمره داره، کمره بگیرم که دوباره تصویر بگیرم، که انفجار چیز شد، من طبعا در 15 متر فاصله داشتم و او اتفاق افتاد. یعنی آدم های خبر شدن او اتفاق داره میافته، خود خود کشیدن و بقیه را نگفتن، نجات ندادن. به هر حال یکی از بزرگترین جنبش های، یعنی بزرگترین جنبش مدنی دیگه، یکی نه دیگه، بزرگترین جنبش مدنی اونجا به این شکل در آمد. مثلا از او جریانات مثلا تا حد توان خود مثلا فیلم گرفتیم، یک مستندی هم در آوردم با یک دیدگاه دیگه، که همه دادخواهی چجوری بین مردم شکل میگیره،
بحث دادخواهی، سراغ آدم های مختلف رفتیم، بحث میکنه، گپ میزنه، بدون که مثلا وابسته به لیدرها باشه، فلان باشه، تلاش میکنه، پیر مرد، پیر زن، جوان، میان، دو گرما و سرما و تشنگی و نفهم خطر و تمام این چیزا می حضور پیدا میکنه، جیغ میزنن، فریاد میزنن و عدالت چیزی نمیخواستن، نه قدرت ریاست جمهور رو میخواستن سردگی کنه، نه هیچی، فقط میخواستن که امین برق از محله از اینام ترش هم، اینام باید اینام از برق مستفیض شدن دیگه، اینام برق داشته باشن. خب حالا بذارم مو چیز ببینیم یک ویدئو را مربوط را. این بار نه، نمی شود از گریه ها گذشت، یا از جنازه یا سر شکریه ها گذشت. این بار حرف بر سر بودای پاره است، این بار حرف در دل هر مزاره است. بودا ز شرم ریخت، ز بی غیرتی ما صد سال ریخت در دست بی همتی ما. باور کنیم ما نه حریص و نه برده ایم، در حسرت رسیدن حق نیز مرده ایم. ما گفته ایم بلخ و سمنگان و قنده ها، ما گریه کرده ایم و هر جسم بیمزار. وقتی نگاه گرد به ما مثل بره است، چوپان قریه همچو سراشیب دره است. ساکت نمی شویم برادر، نمی شود با گردهای قریه بسر، نه نمی شود. ای سازمان های حقوق بشر، ای سازمان ملل، ای کشورهای آزادی خواه، ما امروز صرف به خاطر دادخواهی آمده ایم، ما به خاطر عدالت آمده ایم. پیام ملت ما یک جای عدالت درز برداشتن، یک جای عدالت حتما خراب شده، سیل آمده حتما یک قسمت بوده. ما دردی مزیست، ما فکر میکنم همه حکومت گران هستن، این داره بار حکومت قبیله میکشن. هرچند امروز همگی با اخلای گل تظاهراتش رو کردن، اما دولت باز هم دست به خشونت میزن و هنوز هم احترام به حقوق شهروندی ما ندارن. شما اولین رئیس جمهور دنیا هستین که در کانتینر زندگی میکنین. هر کس از این جنبش پای خود پس کش کرد، بفهمین که بدر در 15 سال هم خائن نمونه. بله، من به نظر من خوشبین هستم. خب بگم همتون مثبت گرا باشین. یک سره بگم عدالت، اما که در جای نیست عدالت، نه آزادی نه عدالت بر ما هیچ. حکومت حکومت عدالت حکومت حکومت عدالت. نژاد پرستی یعنی چی؟ فاشیسم یعنی چی؟ فاشیسم در همه جای دنیا محکوم به نابودیه و باید نابود شه. فریاد زن و مرد ما بله. یک اینا به حال اول از همه یاد و خاطره شهدای جنبش روشنایی گرامی بود. باید بگیم یاد و خاطره قربانیان، چون وقتی که از نظر قانونی قربانی بگیم ایجاد میشه که دنبال کسایی که باعث و اتفاقا و حوادث بودن دنبالشان گرفته شد، ولی وقتی کلمه شهید میگیریم یعنی که اونا خودشان خواستن، اونا نخواستن کشته شد، اونا فقط دنبال عدالت بودن، اونا قربانی هستن. به روزی باید کسایی که مسبب اتفاقای ناگوار است باید پاسخگو باشن، دیر یا زود. خب درست هست بابا، اما مو باز شهادت خودش درش مثلا نه، هر کس دیدگاهش، من دیدگاهی هست که مثلا قربانیان هستن و قربانیان کسایی هستن که دنبال جنگ نیستن. ما دنبال جنگ نبودیم، دنبال عدالت بودیم. بسیار خب، با
بریم ویدئوی بعدی رو ببینیم اگه موافق باشی. باش بریم. در دو ویدئوی دیگه دارم، اجازه بده ببینم من درست انتخاب میکنم. سردار بوده باطره. بله من به خاطر آگهی شما زنگ زدم. بدون سجل و شناسنامه نمیتونم بیمت کنم. بیمت هم نکنم جام کنج هلفدونیه. ببین چاره کارت پیش خودمه. دم فونده ای مملکت گیره دیدی که دیگه رقم شدی. ببین همچین خودشیه اما ایرونی تا. نگفتی نام ایرونی تو چیزه؟ برش داده. کار شناسه ای بده. شناسه بیش مورد داره. اینو میبینی؟ بله از لهجه هم مشخص. بله افغانی هم. این اولین توی که سرزمینت اینجا نیست، اولین تجربه فیلم کوتاه بود. این گفته بودی در موردش. آره قشنگ‌ترین. یک رخ دیگه ای از مهاجرت میشه گفت، کوچ اجباری میشه گفت، چی رقم، ولی خب یک رخ دیگه ای که خیلی ضد انسانی هست. دقیقاً. خب یک ویدئوی دیگه هم دارم در اینجا، بورم موافق هستی ببینیم؟ همیشه صدای مثل بول زدن یک منگسته گوشم است. یک عشق آدم میتونه خوشبخت کنه، اما دو عشق میتونه تو رو خوشبخت ترین آدمی روی زمین کنه. آدم میتونه از هر چیز دوتا داشته باشه، دوتا خانه، دوتا موتر، دوتا دستکش، دوتا جوراب. داشتن دوتا باعث میشه آدم از آینده اطمینان داشته باشه. مثلا وقتی یک موترت خراب شد، یکی دیگه شست تو رو به جایی برسونه. بگه پایت فکر کردم، اصلا باورم نمیشه، اصلا فکرش نمیکردم که تو دوستم داشته باشی. یعنی این آخرین کار بود. آخرین فیلم کوتاهی که در افغانستان ساختم دوباره. آره. فضا یه چیز داشت. مثلا مریم سپهر از کسایی بود که یه آخرامو پیدا کردیم، بازیگری خیلی خوب بود. الان در فرانسه داره روی صحنه‌های خیلی خوبی داره بازی میکنه. باز روز اول من که دیدم تجربه قبلی نداشت در کابل. در کار مسعود ما انتخاب کردیم، باز در کار از من بازی کرد. باز بهش گفتم که تو استعداد خیلی خوبی داری و جدی بگیر خود خوره، و جدی گرفت و امیدوارم که آینده خیلی خوبی داشته باشه و الان داره کارهای خیلی خوبی و خیلی قوی تر میکنه. آماتور بودن دیگه همینشون. نه آره، بیشتر تجربیات که ما مثلا انجام میدادم با آماتورها و کسایی بود که مثلا یا توی تئاتر یا در فیلم مثلا کار نکرده بودن، مثلا یا علاقه داشتن یا مثلا تجربه کمتری داشتن. باز
با تستایی که ما میگرفتیم میتونم میکردم باز میفهمیدم که نفر اگه استعدادی داره فقط این که باید درست هدایت شوه و درست از او بازی گرفته شوه، درست راهنمایی شوه و راه بهش نشان بدی و او استعدادش کم رشد میکنه، استعدادش فوران میزنه و میتونه چیز کنه، فقط احتیاج به یک فضا داره. و خیلی از استعدادهایی که ما در افغانستان داشتیم مثلا مشکلی بود که تجربیاتی مثلا خوبی نداشتن با کارگردان، مثلا درست راهنمایی نمیشد یا مثلا اون باعث میشد که مثلا دل سرد شد از تجربه مثلا نسبتا چیز، خاطرم بعدش دیگه ادامه ندن. ولی مثلا من با کسایی که چیز داشتم تجربه خوبی داشتم و امیدوارم که اونا همی چیزا داشته باشن، تجربه خوبی داشته باشن. هرچند که در کار ما خیلی خیلی سختگیری میکردم، خیلی چیز میکردم. باز به قول خانومم میگه تو در کار اصلا تغییر میکنی، اصلا یکی دیگه یک چیز دیگه میشه که ما میخواد در کار، کار جدیه دیگه، وقتی آدم جدی کار میکنه در کار نمیاد، در کار حرفه‌ای در دنیا یا در چیز، چون ما خیلی های ما ندیدیم تجربیات حرفه‌ای را. مثلا من از بیرون یک تجربه، چند تجربه کوچیکی که بیرون دیدم، فضای حرفه‌ای خیلی فضای سخت و فضای چیز خشنی هست. یعنی تو اگر در او چیز خود را نشان بدی و با جدیت باشی فلان باشی میتونی رشد بکنی، ولی مثلا در رفاقت هستی فلان هستی دوستی هستی، ولی در کار کار بحث جدیه و ما همیشه یه چیز با هم خلط کردیم، با هم دیگه چیز کردیم که مثلا حالا با هم جمع شدیم یک فیلم میسازیم دوستانه است، چرا تو جدی میگیری، چرا مثلا فلان میگیره. آقا فضای حرفه‌ای، خب ما میخوایم کم کم حرفه‌ای شویم. حالا یک برنامه مفصلی ما داشتیم این رقم با خالق علیزاده کارتونیست، با خالق گپ و گفت داشتیم، او هم خب فراز و فرود بسیار زیادی کار خود سفر هنری خالق داشت و داره همچنان و خود جنبه های بسیار شبیه به همو نوع کار خود فراز و فرودایی که خودت داشتی. و خب بسیار سفر طولانی آمده دیگه، در سال 2024 حالی ماه مارچ هم میرسه و سفر پست و بلند و زیادی هم در پیش رو داره دیگه کاوه جان. آره نه چیزا، من از این که مثلا وارد دنیای تئاتر و فیلم و بعدن کار متفاوت تری نشدم، بعدش مثلا نویسندگی، از اینکه تغییر راه انتخاب کردم پشیمان نیستم، با این که خیلی سختی داشت، خیلی هنوزم دارم، گشنگی داره، تشنگی داره، نمیتونم کلان داره، بخواهی داره، سردرگمی داره، ولی چیز نیستم اگه مثلا شاید بعضی ها پشیمان بشه، شاید مثلا ما اگر دنبال یک کار دیگه ما رفتم، یک کار اقتصادی، شاید آدم موفق تری بودم، مثلا وضع مالی خوب، یا مثلا میتونم در اون قسمت میتونستم بیشتر به بقیه کمک کنم، ولی این کار این راه مرا یکم به قول گفتنی ها آدم کرد. خب آدم کرد یکی تو بتانی دغدغه خیلی چیزا رو پیدا کنی، خیلی چیزا برات مهم بشه، تلاش بکنی برای یک جامعه بهتر، برای چیز بهتر، برای یک دنیای بهتر برای همه. درسته سخته، مثلا خیلی چیزا داره، خیلی ها مثلا فوش خوردن داره، تهدید شدن داره، فلان داره، بسن داره، ولی ضرر کردن داره، خیلی چیزا داره، ما مثلا همه چیز خود از دست دادیم و الان در سن 40 سالگی خورده ای دوباره همه چیز دارم از صفر شروع میکنم. یک بار در ایران کلان شدیم، در مهاجرت یک چیزی ساختیم، دوباره اعلام کردیم اومدیم افغانستان، دوباره از صفر شروع کردیم، دوباره الان از صفر داریم شروع میکنیم و این خیلی سخته، دوباره از صفر شروع کردن خیلی آدم خسته میکنه. خود دیگه صفر صفر هم که نیست دیگه، چون تجربیات زیاده دیگه،
آره دقیقا. ولی خب تو یک دنیای جدید، یک فضای جدید، فضای حرفه‌ای‌تر، فضای خشن‌تر، فضای خیلی جدی و چیزی که اگر مثلا تو حرفی برای گفتن نداشته باشی، اگر کارت مثلا ضعیف باشه فلان باشه، خیلی راحت نقد میکشه، خیلی راحت حس میشه، خیلی راحت چیز میشه، یا خود خوره باید جا بندازی بتانی مثلا یکم شانس، یکم فرصت، یکم تلاش، یکم پشتکار بیشتر بتانی یک فضا بسازی. حتی موقعی که مثلا میتانم بتانم روایت بکنم، روایت میکنم، مثلا بتانم تئاتر کار کنم، فیلم کار کنم، اگر نتونستم بنویسم حداقل مثلا کسای دیگر بتانن این فیلم نامه هانه یا نمایشنامه های دیگر مثلا اجرا کنه. یکی مثلا چمدان خالی برام یک تجربه خیلی خوبی بود. چمدان خالی باز داستانش خیلی متفاوت، خیلی چیزا روایت تقریبا نسلی از ما که از مهاجرت برگشت افغانستان و با قصه ها و چیزای گذشته های کلان شده و چیزایی که ما از پدرای خود میشنیدیم، از پدر کلان ها و قوم ها اینا که از قدیم افغانستان تعریف میکنه، از روزای خیلی خوب. و وقتی وارد فضای افغانستان میشیم، فضای جنگ، فضای خشن و فضای چیز هست که خیلی دوام نوردن، خیلی دوام نوردن، از اون فضای لا کردن رفتن، یا خیلی تلاش کردن نرسیدن، خیلی به یک جایی رسیدن، خیلی چیز کردن. و همه ما با هم امیدی که یک کشور داشته باشیم و یک هویت داشته باشیم و با هویت بهتر ما را بشناسن، هر جایی که چیز هست ما را به عنوان یک کسی که از یک کشور هست و وقتی میبینه فاصله نگیرم. میاد در یک جشنواره رفته بودم و اوایل تازه شروع کرده بودم اینا، بس همونجا چند نفر بود فیلمسازای خارجی بودن، باز گپ زدیم، گپ گپش بعد مرا پرسید که از کجایی. من گفتم از افغانستان آمدم، من کاوایره کسو مزاره از افغانستان. باز گفت از افغانستانی؟ گفتم آره. بعد یکم فاصله گرفت، باز با هم دیگه گپ گپ و این چیزا دیگه نادیده گرفت. این برام خیلی تلخ بود که چرا کشوری داریم که هر جمهوری همه دوست ندارن که نزدیک شوند، دوست دارن دور باشن، چون انقدر او کشور سیاه و چیز هست، برای ما خیلی خود برای ما سیاه، حالا بقیه دوست ندارن او را ببینن یا بشنون یا هم کلام شن. و بتانیم بعد تصمیم گرفتم که نه، باید بیشتر کار کنم به عنوان کسی که چیز است، هی خشم از او از افغانستان بیشتر میشد، از اتفاقات، از جریانات. و من یاد گرفتم این خشم خود تبدیل به یک کار تئاتر بکنم، تبدیل به یک نمایشنامه بکنم، تبدیل به یک پرفورمنس بکنم، تبدیل به یک چیز کنم، و خشم تبدیل به تنفر نشه از کسی دیگه ای که او باعث چیز شد. من خشم رو بیشتر آوردم که تبدیل به اثر هنری شوه، یا تبدیل به قصه شوه، تبدیل به چیز شوه. مثلا چمدان خالی روایت نسلی از مایه، و یکی مثلا با یک زبان دیگه اجرا میشه در یک کشور دیگه، برای من خیلی تجربه خوبی بود. و اینکه مثلا به زبان دوم ترجمه شد، شاید مثلا اگه زبانی نتونم مثلا فیلم بسازم یا تئاتر کار کنم، بتونم بنویسم و اون نوشتن مرا از چیز دور نکنه، از تلاش کردن. خب تلاش میکنیم، هر موقع تلاش داریم که دوباره مثلا بتونیم یک فضا ایجاد کنیم، ما آدم هایی که یک زمانی تجربه مشترک داشتیم دوباره مثلا کنار هم دیگه باشیم، بتونیم تجربه جدید خلق بکنیم، بتونیم روایت قصه مردم خود خوب باشیم، روایت فرهنگ، روایت چیزایی که از دست دادیم باشیم، دوباره خلق بکنیم. جامعه‌ای که نتونه بر خود خود فرهنگ خلق کنه، بر خود خود هویت خلق کنه، بر خود خود مثلا چیز رشد کنه، او از بین میره، او کم کم فید میشه. و نسل جدیدی که مثلا در 20 سال رشد کردن یا در زمینه هنری همه دارن تلاش میکنن، الان نسبت به بقیه که نگاه میکنم که دارن تلاش میکنن، کار میکنن، خیلی کارهای قوی تری دارن، خیلی کارهای چیزی دارن، نگاه میکنم که خب من خیلی
شاید عقب‌تر هستم، تلاش بکنم که بیشتر جلو برم یا تجربیات بیشتری داشته باشم یا بتانم الان دارم فکر میکنم که بتانم روایت های جدیدی مثلا قصه جدیدی خلق بکنم از در دنیایی که دارم زندگی میکنم، در جامعه که دارم زندگی میکنم، که تنها فقط یک بودی نباشه از افغانستان، بتانم مثلا تجربه جدیدی مثلا بتانم ایجاد بکنم برای خود و این باعث شده که فرصت ها برای بقیه هم ایجاد شده. اگر مثلا من در یک جای زندگی میکنم به عنوان یک هنرمند افغانی مثلا تلاش بکنم که کار بکنم، این باعث میشه که آدم های دیگه که کار ببینن یا تجربه مشترک با من دارن یا چیز دارن، اینها اگر یک زمانی با یک هنرمند افغانی یک جای برخورد کردن رفتارشان یا چیزشان بهتر باشه، بتونن چون میشناسن، چون فکر میکنن احساس میکنن یک تجربه مشترک دارن، بتونن با اون نزدیکتر شون و کارهای مثلا بزرگتری خلق شوه این آشناییت ها. خب حالا چالش های این فرصت های جدید می چیزم هست. البته من در پرانتز بگم یه افغانیتی که مدام داریم میگی خیلی ها طرفدارش نیستن. من مثلا من هیچ وقت افغانی نمیگم، مثلا با یک نویسنده افغانی با یک شاعر افغانی و دقیقا میگم اتفاقا نمیره، اگر چنانچه کسی هم گفت مثلا افغانی نه، هر کسی مثلا چیز داره که مثلا تو خیلی کشورها موری مثلا آدم ها هستن پرچم خاص خود خوره دارن، مثلا همیدمی نروژ مثلا سامی ها پرچم مخصوص خود دارن، پارلمان خود خوره دارن، ولی دارن در کنار همدیگه زندگی میکنن، زبان خود خوره دارن ولی بیگانه ایش باقی نیستن. نه مثلا شما به یک سامی نمیتونین بگوین مثلا درست است مثلا در نروژ نمیتونین بگوین نروژ نوش مثلا بگوین سامی از آره است سامی نیست. نه ما هر جا مثلا برم بگم من کاوایرک هستم، هزاره هستم و ساکن افغانستان در افغانستان و یه هزاره بودن نه برای از من کدام ننگی هست نه افتخاری هست، یعنی من انتخاب خودم نبوده ولی ازش ننگم ندارم، افتخار میکنم به هویت هستی. حالا نژاد پرست که نیستیم که مثلا چیز هست، نه کمتر است نه بیشتر است از دیگری، اینجا بحث چیز نیست، بحث نژادی نیست. دقیقا. خب یک حالا امیدوارم مثلا شما در نروژ، مثلا نروژ کشوری است که شناختی که من دارم نویسندگان و شاعران و شاعران نروژی هر کدامشان که مثلا دست در شعر دارن در داستان دارن، هر کدامشان نمایش نمی نویسم هستن، مثلا دقیقا. یک کتاب دو کتاب حداقل یک کتاب دو کتاب نمایش تام هم منتشر کردن و عرصه رقابت بسیار سخت است. همین آقای یونفوسم که نوبل گرفت سال گذشته، نوبل ادبیات را گرفت، خب ایشان هم مثلا شاعر هست و در عین حال نمایش نامه نویس هم هست. خب بزرگ نمایش نامه نویسی دنیا آقای هنریک گیبسون هم که در جای خودش هنوز هم که هنوز سایش گویی بر دنیای هفه هست. جالب بود، من مثلا کارای گیبسون خوانده بودم، اینجا که آمدم باز یک جای رفتیم گپ و گپ شد، باز چیز کرد گفت مثلا شما از نروژ قبلا شنیدید نشنیدید؟ معلم بود مثلا شنیده بودید نروژ؟ من گفتم آره چرا نشنیدم، شنیده مثلا ایبسن هم کارایش رو خواندم، بعد مثلا نمایشنامه‌اش خواندم، خیلی دوست دارم مثلا کار کنم یک زمانی فلان. بعد براشون چیز بود، جای تعجب بود، من گفت که ما هنوز یک مهاجری نیدیم مثلا و هم از افغانستان که مثلا یک نویسنده نروژی رو بشناسه. بعد ایبسنی که مثلا خیلی از گذشته های دور بوده و چیز بوده، من گفتم چطور مثلا ایبسن میشه حذف کرد از تاریخ تئاتر، تاریخ نمایش نویسی مدرن و چیز، چطور میشه حذف کرد، چطور کسی نمیشناسه، همه میشناسن و من میشناسم و نمایش نمایش خوانده فیلم. بعد برایشون خیلی چیز بود، جای تعجب بود که مثلا افغانستان مردم مثلا
نماشنابا میخوانم از یک کشور دیگر یا مثلا میشناسم یک نویسنده دیگره. مردم دیگه او جمع مثلا میشه باز دیگه او رقم هم نیست دیگه چیز از این کاوه آیری کسی که میشناسه این مردم اونجا هنده که نه خب خیلی مثلا خودتو در زمینه مثلا شعری و چیزا خیلی زودتر شروع کرده، خیلی شناخته شد تری و خیلی از شاعرهای معروف مثلا هم تو رو میشناسه هم مثلا تو اون رو میشناسی باشن چیز بودی. مثلا خب خیلی ها شاید نشناسن تو رو، نروژیا مثلا، آدم های دیگه مثلا در چیز نیست. ما که اول میم در اون سیستم های پایین شروع میکنیم مثلا زبان خواندن و فلان و بسان، بعد معلم هایی هستن که مثلا خیلی مهربانن، خیلی با صبر و حوصله و خیلی چیز تلاش میکنن که یاد بدن و آشناشن، و وقتی که مثلا تو میگی آره ما مثلا یک چیزی دارم و خوشحال میشن، یک برق در چشمایشن تو میبینی، بعد این باعث میشه که مثلا آدم یک دوستی ایجاد شد. مثلا دوره قبلی که معلم داشت و رفتن معلم های دیگه آمدن، ولی هنوز در خیابان که میبینم مثلا سلام میکنن، بغل میکنن و چیکار کردی چیکار نکردی. مثلا چیز در صفحه تو ما دیدیم یک کار داشتی که اینجا اجرا داری نمایش تو که هست فلان هست، ما رو خبر کن چیزش رو بیزار میو ببینیم چیز کنیم. بعد به تو یکم دلگرمی مثلا میده، یک چیزی میده. بعد آدم های متفاوت از کشور متفاوت مثلا چیز است. بعد وقتی تو در اون کشور رو نگاه میکنی، تو به عنوان یک شهروند و کشور مثلا حق تو را قبول ندارن، تو را از خانه و زندگی و جایداد و چیز به عنوان که مثلا یک کم متفاوت میاندیشی یا دین متفاوت تری داری تو را کوچ میدن، تو را قبول نمیکنن. و مثلا تجربه خیلی تلخیه. ما دنیایی که مردم دارن زندگی میکنن دیگه همه چیز کنار رفته، مثلا عقاید و مذهب و فلان این چیزا چیز فقط دنیای انسانی و تجربیات انسانیه که داره شکل میگیره. مردم مثلا با قضا و چیز گفتگو میشه، تئاتر، موسیقی، رقص، نمیفهم شاعرها، نویسنده ها و نمیفهم تمام این چیزا مثلا با عنوان گفتگو ایجاد میشه. مردم وقتی هم دیگر میبینن او علاقه مثلا موسیقی های خود خورم اگم آهنگای مثلا دوست دارم برای کسی دیگه مگن، یا کسی دیگه آهنگاش، یا او چیزی که بلدن آهنگی دارن با هم دیگه میخوانن میزنن، تجربیات جدید خلق میکنن. بعد نگاه میکنی که دنیا داره به کجا میره، بعد ما داریم به کجا میره. یک آهنگ چیز است در افغانستان بود، میگفت یک قدم پیش یک قدم پس، ما یک قدم پیش صد قدم پسی. یعنی دوره افغانستان همه اینجوری اتفاق میفته. ما به عنوان یک هزاره در افغانستان نه، یعنی تا جایی که تلاش کردم از بقیه قومیت ها باشم کار کردم، تلاش کردم که قصه از اونام گفته شد، تلاش کردم چیزی که یاد دارم با اونام شریک بکنم، دوست داشتم مثلا آدم هایی که میشناسم از قومیت های مختلف و فلان و بسان، اینا رشد کنن، اینا در جایگاه بالاتری باشن. اگر مثلا کمکی از دستیم برمیمده انجام دادیم، که این نفر مثلا میخواد یک کار کنه با این از قومیت از منیه، ولی یک آدم با استعداده، یک راهی، یک چیزی ما بلدم بهش بگم، یک تجربه که ما بلدم مثلا چیز کنم، یا مثلا طرف فیلم میسازه ما برم اونجا مثلا براشون پاکاری کنم، یا مثلا تجربه که دارم باشون شریک کنم. مثلا همیشه این چیزا داشتم، ولی چیزی که همیشه من گرفتم از آدم ها که آخرش میگه که حیف که تو از آره خیلی تلخه. خب این قصه ایست که قصه آشنایی هستم بارها، من نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران، فعالان در هر عرصه ای میبینم که میخواین پیش برن و استعدادش دارن، توانایی فوق‌العاده‌ای دارن، اما بهمی بر میخورن. کاوه یک سوال آخر ما دارم. آره سه ساعت شده یا اول پیش سه ساعت خیلی کم زدم. خب هنوز رکورد رو نتونستی بشکنی، رکورد برنامه های ما رو نتونستی بشکنی. اگه میتونی بشکنی که خب یک رکورد از چیز بود، از فاطمه عاطف بود، اکتیویست هزاره در
پاکستان زره به فاطمه باش صحبت میکردم میگفت یک ساعت بس است دیگه، باز سه ساعت و نیم تال خورد برنامه. ما با خانم ها نمیتونم رقابت بکنم، من کلا آدم کم حرفی هستم در چیز. پشترم با خانم قبل از برنامه گپ میزدیم که دو ساعت ما میخوایم گپ بزنیم چیکار کنیم فلان. موقع تا خود تو اینقدر گپ نمیزنی، تو اینقدر گپ نمیزنی، هی ساکتی در درون خود خواستی فلان هستی، اینجا چالش ها ایجاد میشه دیگه. تو بیشتر گپ بزن به خانم، مثلا خانم بیشتر تلاش میکنه من گپ بزنم، هی گپ بزنم، هی گپ بزنم. نسبت به چیز ما آدم کم حرف تری هستم، ولی مثلا خوب تجربه ای که مثلا گپ بزنی از گذشته اینا یکم آدم از چیز لاکه کشیده. حالا خوبی شد مثلا برای بسیاری که با کار داشنا نیستن آشنا شون، کسایی که میشناسن هم یک دفعه مروری شوه، برای خودشان هم کمک، یک بازبینی شوه برای که بتونن در بهتر در آینده کار بکنن. یک سوال آخری که من دارم، البته اگه بخوای همچنان سوال میتونم بپرسم. بس آیا خودت در ذهن در این مرحله که قرار داری و با چالش ها و فرصت هایی که در آینده داری، این رقم با خودت فکر کردی که یک روزی مثلا کاوه بنویسه مستقیم، مثلا به زبان نروژی بنویسه، به انگلیسی بنویسه، مستقیم متن تولید بکنه، آفرینش بکنه با اون زبان ها و دیگه نیاز نباشه چون یک جهان، شما زمانی که به زبان خودت می‌نویسی یک جهان است، با زبان مثلا انگلیسی می‌نویسی، نروژی می‌نویسی، یک جهان دیگه ای است، یک عملا هم خود او جهان است، کیفیت او جهان ممکن است متفاوت باشه، هم تکنیکایی که با او سر کار داری متفاوت است، رقبای شما متفاوت است، یعنی یک عرصه کاملا متفاوتی. کاملا که نه، باز ما شباهت های زیادی هم داریم، خب انسان هست دیگه. خودت چی تصوری داری از آینده برای کار خودت، یا پلانی داری در این قسمت یا نه؟ نه خب من خب این چیز غیر ممکن نمیدانم، ولی نوشتن به یک زبان دیگه خیلی سخته، با اینکه تو زبان یاد بگیری و به قول گفتنی یا سوار شویم، مثلا ممکنه ظرف 4-5 سال تو یک زبان جدید یاد بگیری، ولی وقتی که شما یک داستان می نویسید، یک قصه رو می نویسید، یک نمایشنامه، یک فیلمنامه، یک چیز، وقتی به یک زبانی می نویسی، تو با تمام او دیالوگ ها، با تمام جملات، با تمام او چیزا، این جملات در طی سالهای متفاوت تو باهاشون تجربه کردی، تو باهاشون زیستی، این در لایه های درونی از تو خوابیده نشسته، و وقتی که تو به یک داستانی فکر میکنی، بعد او بهترین چیزایی که در درون خود مثلا داری، در حافظه خود سیف کردی، اونا میه بیرون و تبدیل میشه به یک کلمات کنار هم میشنه و به تبدیل به یک جمله میشه. خواه شاید مثلا یاد گرفتن یک زبان جدید شاید مثلا زیاد طول بکشه 5 سال، ولی تو با 5 سال نمیتونی مثلا چیز کنی. شاید بتونی بنویسی، ولی او نوشتنی که تأثیر گذاره، ای که مثلا با کسی که زبان او اصلی را مثلا اون زبان میدانه و یا سالها با اون زبان زندگی کرده، با تمام قشرهای اجتماعی تا و بالا شده، اصطلاحات، نمیفهم تجربیات، شیرینی ها، تلخی ها، شکست ها، نمیفهم گذشته او زبان، گذشته او کلمات زندگی کرده، یکم خیلی سخت تره. ولی چرا من مثلا این چیزا دارم که بتونم یک زبانی با یک زبان دیگه هم بتونم بنویسم، ولی از این نمیتونیم بگذاریم که مترجم ها، کسایی که ترجمه میکنه در ادبیات، اینا خیلی تاثیرگذارن. یک اینکه ما صبر کنیم یک آدم با یک زبان دیگه میخواد بنویسه، سالها مثلا صبر کنه که مثلا یک زبان جدید یاد بگیره و با اون زبان جدید بنویسه، مثلا بعد در صورتی که مثلا ما با ادبیات دنیا وقتی آشنا شدیم از طریق ترجمه آشنا شدیم، یا بقیه با ادبیات بقیه کشورها وقتی آشنا میشه از طریق ترجمه آشنا میشه، یا
زبان مثلا بین المللی آشنا میشه، با زبان دوم آشنا میشه و اون تأثیر خاص خود داره. یعنی چرا که نه، یک زبانی من دوست دارم به زبان دیگه هم بتونم بنویسم. خب میتونیم الان مثلا کار روزمره را میفتادم مثلا بچینم، ولی نوشتن یک داستان، نوشتن یک اثر، خلق کردن یک اثر زبان خیلی بیشتری و تجربه خیلی بیشتری نیاز داره. درست است، گپت کاملا درست. دوی از میه خود نمیدونم، شاید مثلا بقیه بگه نه چنین چیزی. نه گپت کاملا درست است. اما یک مجلسی بود با دوستا، اونا خواهر اهل قلم بودن و داستان نویس است با زبانهای مختلف، تخصص هم در زبانهای مختلف داشتن و بحث ما یکی از بحث‌های ما همی بود که مثلا کسایی که زبان مادریشان مثلا انگلیسی نیست، نروژی نیست، فرانسوی نیست و بعد اینا تجربه زیستن در اون جامعه را یک مدت کوتاهی دارن، مشکلات روزمره خودشان حل کردن و بعد با گرامر از او مثلا آشنا میشن، بعد او خب طبیعتا مثلا تجربه زیستن مانند مثلا یک آدمی که زبان مادریشی هست را ندارن در اون زبان. ولی در عین حال ای هم یک واقعیت زبانی هست. میبینیم مثلا کسایی که مهاجران در زبان جدید که میآیند اونجا مثلا میآیند و حتی زبان را سمت سوی دیگه ای میدن، یعنی یک تأثیر میگذارن با کلمات جدید، با اصطلاحات جدید، با رفتارهای تازه زبانی تأثیر قرار میدن. و حالا مثلا این رفتارهای با همین تجربه و تجربه‌ای که از زبان دیگه دارن و آوردن مثلا در مدت کمی در زبان جدید، بعد آیا میشه مثلا زبان جدید را در ادبیات مثلا که دنیای عمیق‌تری باید باشه سمت و سوی دیگه ای بهش بدن؟ حالا اینا مسائل چیز است، جالب و جذابی است. مثلا تجربه که در افغانستان طی 20 سال ما داشتیم، آدم های مهاجری که در کشورهای مختلف بود با زبان های متفاوتی مثلا بزرگ شده بودن یا چیز شده بودن آماده بودن، مثلا ما در بخش های مختلف در افغانستان میدیدیم که مثلا در بخش کارهای تکنیکی مثلا کسایی که از پاکستان آمدن کار تکنیکی مثلا چیز خیلی خوبه، یا مثلا کسایی که از اروپا و آمریکا آمدن در کارهای روتین اداری خیلی خوب هستن، چون در سیستم روتین بزرگ شدن و اون سیستم روتین اداری مثلا چیز. مثلا در کار خلاقیت و این چیزا مثلا بچه‌ای که از ایران آمده بودن بیشتر حتی بقیه هم بودن، ولی تجربه من که داشتم بچه‌ای که مثلا از ایران آمده بودن اونا خلاق‌تر بودن و یک دیدگاه خیلی فلسفی، خیلی عرفانی این چیزا همیشه در کارایشان بود، خیلی عمیق فکر میکردن، خیلی به قول گفتن یا به قول بچه ها خیلی چقور اون مسئله رو کنجکاو میکردن و یه گپی که میزدن خیلی چقور بود، خیلی عمیق بود. مثلا این همی باعث میشد که یک تعادلی مثلا در جامعه ایجاد شود، کسایی که مثلا در بخش کارهای اداری و فلان و ایجازاست اونا مثلا جایگاه خود پیدا کرده بودن، اونا که در بخش مثلا خلاقیت ها بودن فلان بودن مثلا، یا در بخش مثلا ورزش مثلا یک سری در یک ورزش های خاصی مثلا رشد کردن، یک سری رفتن در یک ورزش های خاصی رشد کردن. گپت کاملا کاملا درست است به نظر من البته، اما فکر میکنیم مثلا اون کسایی که استعداد بهتری داشتن در قسمت خلاقیت مثلا در اونجا استعداد اونا او به شکل مثلا وحشی خودش خب قرار داره، وحشی اینجا اصلا بار منفی نداره بینندگان بگویم، بعد در عین حال مثلا گیاه وحشی که ما میبینیم مثلا هست بار منفی در اینجا وجود نداره، ولی در عین او خصلت ارگانیک بودن درش نیست و در عین حال نیاز هست به یک تجربه حتی کوتاه، بسیار کوتاه ممکن باشه، این مثلا 6 ماه باشه مثلا، که اینا مثلا یک پروسه
منظم شدن را طی بکنن و بعد کنترل پیدا شود بر او خلاقیتی که دارن، که بدانن اشراف پیدا بکنن که بله مثلا این خلاقیت حالا وجود داره، حالا مثلا هدفمند ازش استفاده بکنن که بعد مثلا نتیجه شی بشه مثلا یک کار هنری ناب مثلا. نه دقیقا در این زمینه مثلا کسایی که خلاق بودن یا چیز بودن خیلی ضربه بیشتر میخوردن. خب مثلا تو وقتی که در یک سیستمی قرار میگیری و مجبوری مثلا به خاطر غم نان بری در یک سیستمی کار کنی که بتونی مثلا نیاز اولیت برآورده شود. بعد چون آدم خلاقی هستی در اون سیستم جا نمیگیری، هی هم خود از آزار میبینی، خود را اذیت میکنی، هم اون نفری که مثلا بر از تو کار میکنه او چیز میکنه آزار میبینم، استثمارم میکنم. آره استثمارم میکنم. مثلا من تجربه که مثلا در تلویزیون داشتم همین بود که ما هر تجربه‌ای که مثلا خلاقانه‌ای که انجام میدادیم تلویزیون یک جایی متوقف میکرد، نه این کار را نکن. مثلا من کارهای کوتاه پانتومیم برای تلویزیون اجرا میکردیم، بعد چند چیز گفتن نه دیگه بس این استاپ کنیم. چرا؟ این مثلا خواه یک نفر ما رو اونجا گب نمیزنه، یکم چیز میکنه، چی فایده فلان بزن. با مردم در سرک میبینن مثلا ارتباط برقرار میکنن. بعد مثلا ما دنبال این بودیم که مثلا مردم فکر کنن، یک کار برنامه یا چیزی که میبینن فکر کنن، سوال براشان خلق شوه، یا جامعه مثلا پرسشگر تو ایجاد کنی. ولی بقیه نه، او سیستم میخواد جامعه پرسشگر نه، فقط مردم سرگرم شوه، یا مثلا در این 20 سال فقط همه سرگرم بودن کار کنن ولی کاری نکنن که یک اتفاق بیفته. تو همه جا مرفتی همه کار میکرد، وزارت ها فلان بسان همه جا کلی کار میکردن ولی اتفاقی نمیفتد در آخر سر، همه فقط سرگرم بودن. خب و تو وقت مقابل یه چیز قرار میگیری بعد کم کم اون سیستم تو رو حذف میکنه، سیستم تو رو نادیده میگیره، سیستم تو رو پرت میکنه بیرون. بعد تو یا مجبوری که مثلا به اون سیستم تن بدی یا ای که نگوشگیر شوی و چیز شوی. و خیلی صدای خیلی زیادی در افغانستان بود، در کابل، در بچه های پلیس سرخ خیلی خانه‌نشین شده، یا خیلی ها الا کردن رفتن در یک دنیای دیگه دنبال یک تجربه دیگه. و تو ما فکر میکنم اون آدم ها تا الان دوام میوردن میتونستن خیلی 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 آدم های کلانی شوند و خیلی تأثیر بذارن در زمینه هنر و سینما و بقیه، یا حتی نویسندگی، یا مثلا جریان هایی که مثلا اتفاق میافتاد، کتاب چاپ میکردن فلان چاپ میکردن، اینا خواهی بودجه ای از جایی میمد، بعد مثلا یک سری آدم های معلوم اونا اثرهای خواهی چاپ میکردن، بعد این جوان هایی که مثلا متفاوت مینوشتن و خیلی عمیق مینوشتن و خیلی چیز مینوشتن، اینا دیده نمیشده، اینا بهشون بودجه اختصاص داده نمیشده، اینا حتی یک فرصت یک مثلا چاپ یک اثرشون در یک مجله که مثلا تخصصی، ادعای تخصصی مثلا داستان و ادبیات اینا چیز دارد، نوشته چیز نمیشه، چاپ نمیشه. مثلا این نمونهش بذارم من بگویم، اوغان پن مثلا خو یک باند بازی عملا اونجا بوده، یک تعداد مثلا پول نروژ انجمن قلم نروژ روان میکرد اونجا، مثلا میمدن اونجا ولی رفیق بازی و باند بازی بوده، یعنی زبان خیلی و او فسادی که خب اونجا فاسدترین کشور جهان هست دیگه، و او دیگه معلوم هست دیگه، همه میدونن به چه شکلی. مثلا تو تجربه با اونا داری؟ مثلا من تجربه با اونا ندارم. خب حالا تجربه دیگه ای دارم که مثلا حالا گفتی کتاب منتشر بکنم، من یاد یک قصه ای افتادم که بگویم مثلا حداقل در قسمت شعر چی رقم هست بازار وضعیت. حالا مثلا یک داستان نویس حالا در شاید وضعش بهتر باشه، کتاب چاپ میکنه فروش شاید بیشتر شه، البته همه چیز در مورد دوزخ افغانستان یک چیز دیگه، در اونجا هیچ قاعده ای وجود نداره، ولی در جای دیگه
یک دوست ما داره شاعر کلمبیایی میگفت که برای که تشریح بکنه که وضعیت مثلا یک شاعر و مثلا او منفعت اقتصادی که میتونه از چاپ کتاب داشته باشه در توصیف میکرد، میگفت یک کتابش چاپ شده بود، 10 جلد کتاب رو با خودش گرفته، این برده بود در یک کتاب فروشی، خب که این رو بگیر نه این رو علای بگیر چیز کن بفروش سودا بفروش. بعد گفته باش، بعد 6 ماه بعد این شاعر رفته که این ببینه که این 10 نسخه 10 کپی از یک کتاب فروخته شده یا نه، باز کتاب فروش 14 نسخه از ابو کتاب رو بهش داده، پس داده، گفته برو این در تشریح مثلا بد با این مثلا رئالیسم جادوی آمریکای لاتین هم یه چیزش یک کمی از او طعم هم داره که این 14 نه خواه الان برو الان وضعیت خیلی تغییر کرده، مثلا ما سالن‌های سینما حتی مثلا در اروپا میبینیم داره خلوت‌تر میشه، مثلا سینما داره و چیز خود از دست میده تماشاچی های خود، بعد مثلا سیستم های جدیدی آمده، مردم دنبالی مثلا نتفلیکس، آره نه حتی نتفلیکس نه، دنبالی مثلا تیک تاک و نمیفهم چیز هایی که یک ویدیوی مثلا ساخته بشه، مثلا تو نفر میبینی ساعت ها ویدیو میسازه از قضا درست میکنه و میخوره نشسته داره قضا میکنه، و تو نگاه میکنی مثلا 1 میلیون نفر این رو داره فالو میکنه، قضا خوردن بلد. 1 نفر 1 میلیون نفر بعد میبینی بزرگترین مثلا نویسنده دنیا میبینی مثلا به 10,000 نفر فالوورش نمیرسه، درست است درست، مثلا چیزا تغییر کرده، سیستما تغییر کرده، دنیا داره به فضای دیگه مورد، البته قبلا هم همین رقم بود دیگه، مثلا شما اثر قبلا هم اثر اثرای شاعران جدی نویسندگان جدی کارایشون چندان چیز نبود، ولی مثلا یک نویسنده بازاری نویس مثلا دست پنجم مثلا میبینی مثلا کتاباش بارها و بارها تجدید چاپ میشد، یعنی این سطحی نگری مثلا در یک هنوز در اون سطوح خودش وجود داره دیگه، اما ابزارایشی شرایطشی فرق کرده. میخوای یک سوال دیگه هم بپرسم؟ سوالای سخت نپرسید. نه نمیپرسم سوالای سخت، نمیپرسم بپرس سوال در چیز، حالا مثلا در عرصه کار خودت مثلا در تئاتر سینما، مخصوصا تئاتر منظور من هست، حالا سینما که بسیار زیاد شده، فکر میکنی مثلا هوش مصنوعی چقدر تأثیر گذاشته برای خودت؟ و حالا مثلا ما در مسئله مثلا تولید متن بسیار تأثیر گذاشته، حتی من نویسنده های جدی مسلکی شناخته شده رو میبینم که از هوش مصنوعی استفاده میکنن، حالا مثلا هوش مصنوعی یک رقمی هم هست مثل سگ بوری میمانه، تو تربیت میکنه سگی که میخوای تربیتش کنی، تربیت هم لازم داره گاهی وقتا، ولی خیلی ها از هوش مصنوعی استفاده میکنن و یک عنوان یک واقعیت تکنولوژی که میآید در عرصه های مختلف تحت تاثیر قرار داره و نمیشه هم شما بگویی خودت کج بکنی بگویی که نه وجود نداره، نادیدش بگیری هست، واقعیتی هم هست. و حالی مثلا یک جایی من خوانده بودم که مثلا هر سال سالانه هزینه های مربوط به دیولوب کردن مثلا اپلیکیشن های مربوط به هوش مصنوعی به شدت پایین می آید، مثلا حتی 70% مثلا پایین تر می آید، یعنی یک گسترش بسیار چشمگیر هوش مصنوعی و بسیار پیچیده شدن و اینطور چیزا. حالا در کار خودت مثلا در نمایشنامه و تئاتر چقدر به نظر تو می تونه و چی رقم چی تأثیرات می تونه بگذاره؟ والا خیلی الان در زمینه سینما تاثیر گذاشتم، مثلا پارسال ما اتحادی های بازیگری و نویسندگی و نمیفهم چیز هالیوود مثلا تا چند مدت اعتراض کرده بودن، اعتراض کردن، کار نکردن و خواستار شدن که جلوی هوش مصنوعی گرفته شده چیز. بعد این باعث در زمینه تئاتر هم تئاتر کم کم داره چیز میشه، داره برافتاد میشه به قول گفتنی ها،
سالن ها خلوتتر میشن، مثلا کسایی که در زمینه کار میکنن با چالش چیزا. ما هم چند مدت پیش با هنرمندای نروژی جلسه بود و اینا کسایی که در زمینه تئاتر کار میکنن خیلی دغدغه‌های خیلی چیز داشتن، در بخش مالی، در بخش مثلا پروژه ها، در بخش که دیگه دولت، در بخش تئاتر و اینا بودجه که باید چیز باشه وجود نداره، پروژه ها کمتر شدن دیگه، کس کمتر تئاتر کار میکنه، مثلا دغدغه رو داشت و دغدغه ای که مثلا هوش مصنوعی و چیز داره جایگزین میشه. ولی همیشه آدم ها با شرایط خود را وقف دادن. مثلا با آمدن دوربین همه چیز بودن که او مثلا دوربین آمده دیگه، مثلا سینما آمده دیگه، تئاتر برافتاد شده. ولی تئاتر راه خود را ادامه داد و خیلی جاها مثلا دوربین آمد در اختیار تئاتر قرار گرفت. ما مثلا دمی کار کمرم در کار خود داریم استفاده میکنیم. مثلا شاید کم کم یک جوری چیز بشه، تعادلی ایجاد بشه که مثلا آدم ها بتونن از هوش مصنوعی تا یک جوری استفاده کنن که بتونن مخاطب بیشتری رو جذب کنن، شاید مثلا به تعادل برسه. ولی خب اولش یکم سخته، یکم وحشتناکه. مثلا دانشگاه ها دیگه خیلی براشون چیز شده، خیلی دارن ورشاپ میذارن، کار میکنن، فلان میکنن که دیگه دانشجوها مثلا کسی نمیخونه، کسی نمیره تحقیق میکنه، میده گوش مصنوعی براشون یک دن مقاله و پایان نامه و چیزا نوشته میکنه، بعد دوره ارا میکنه، فلان میکنه. که الان دارن یک سیستم های ایجاد میکنن که تمام این پایان نامه هایی که نوشته میشه اینا بازبینی میکنن که توسط هوش مصنوعی اینا نوشته نشده باشه. مثلا داره این کارو میکنن. در زمینه تئاتر و سینما دیر یا زود وارد خواهد شد و جایگزین خواهد شد. ولی اینکه چجوری نویسنده ها و چیزا بتونه خود خود را وقف بدن و بتونن با هم با هوش مصنوعی کنار بیان، باید کنار بیان یک جوری به نظر من در آینده. یعنی نه ای او را میتونه کنار بذاره، نه او ای را میتونه کنار بذاره. تو نمیتونه هوش مصنوعی را مثلا کنار بذاری، در صورتی که الان دیگه همه چی در دنیا الکترونیکی و مدرن و چیز شده، شما همه چی شما تحت کنترلی مثلا هوش مصنوعی هست دیگه. شما در گوش مثلا گپ میزنید با یک نفر در باره یک قضایی، گوشی خود رو باز میکنید، صد تا تبلیغات همون قضا میه. یا مثلا ما الان در مورد یک چیز با شما گپ میزنیم، گوشیم اگر نزدیک ما باشه یا مثلا در خانه باشه، بعدا برو مراجعه کنم میبینم که دوباره اونمو چیزایی که ما بهش فکر کردم یا چیز کردم بر من تصویر چیزاش میه. خب نه چیز تو باید اون مسئله رو باید خب مسئله پرایویسی رو باید کنترل روی مثلا حریم شخصی خود رو اونجا باید آموزش داده شد. اینجا خود تخصص ما هم هست، به هر حال مثلا که موبایلی شما کسی نتونه به اصلا اونجا شنود بکنه و بتونه مثلا استفاده بکنه، ای حال نتونه مثلا شکل آگهی باشه مرقمی که اشاره کردم یا شکلهای دیگه. من حالا کوشش میکنم در برنامه های همین که دارم در اینجا ویدئوهای کوتاه یک مجموعه جور بکنم، چی رقم مثلا حریم شخصی، امنیت معلومات را، سایبر سکیوریتی را، پرایویسی سایبر سکیوریتی را، یعنی چیز که تمرین کرد و کنترل بشه. آره میگم همینجوری که مثلا این چیز آمد، یعنی آمد که مثلا شما به این قسمت چیز دارید آموزش میده که بتونه کنترل کنه. شاید در زمینه نویسندگی مثلا هوش مصنوعی یک زمانی وارد شوه، جایگزین شوه و بعد دوباره برگرده به چیز، چون هوش مصنوعی هر چقدر که چیز باشه خلاقیت یک انسان نداره. خلاقیت یک یعنی تجربه زیستی یک آدم نداره. خب مثلا درسته میتونه اطلاعات زیادی مثلا هست، کلمات خیلی زیادی هست، ولی نوش متنی که یک آدم مینویسه از تجربه زیستی انسانی خود متفاوته با یک متنی که
یک کامپیوتر می نویسی. حالا در ابتدای راهش هست، بگذاری هوش مصنوعی یک کمی یک چند سال دیگه که بگذره، باز اون موقع باز حیران میمونه که کدام کی نوشته کرده. علی حالا جالب است هر روز داره هیولاتر میشه. جالب است که در بعضی از مکاتب در جایی که تکنولوژی هم خیلی چیز است، امتحان که میگیرن میگن نمو روش سنتی، بگذارن کاغذ قلم ببینیم که چیکار میکنه، حالا ببینیم شاگرد چی یاد گرفته. بسیار خوب کاوه جان، در آخر اگه گپی سخنی داشته باشی. والا گپی سخنی نیست، من خوشحال هستم که ما رو دعوت کردیم و باعث شد که یک آدم گپ بزنه و مرور خاطرات کنه و خوشحال آدم چیز آدم های پر تجربه تر و قوی تر از ما هست که بیاین گپ بزنن و خیلی ها دمو لاک درونی خود فرو رفتن و دنبال روزمرگی و یه چیزا افتادن، یک گوشه افتادن. آدم یک زمان ناامید میشه، یک زمانی دل میکنه از همه چی، ولی امید تنها چیزی که انسان سرپا نگه میداره. و مردم افغانستان، کسایی که الان داخله، با همه قومیت ها، با همه چیزا، اگر میخواین آینده تغییر کنه، آینده تغییر کنه، بین تمامی گذشته را با هم دیگه باید یک زمانی بشینن، به قول گفتن یا سنگ با بکنن، یک چیزای اصطلاحی چیز است، تمام چیز گفته شود، تمام چیزها بالا پایین شود، گفته شود، حل شود، یا فراموش شود، یا بخشیده شود، یا خسارت داده شود به خیلی یا به بعضی یا به چیز، و آینده رو بتونن، آینده خود رو میتونن خیلی راحت تغییر بدن. عدالت انتقالی، چیزی که معمولا گفته میشه، اصطلاح چیزی که بیان واضح بشینن صحبت بکنن، قصه های همدیگر رو بشنون، گپ همدیگر رو، درد یکدیگر رو بشنون و بعد بگن خب حالا چاره بکنن. این رقم نباشه که بشینن عمود شعر معروف فروغ فرخزاد هست که میگفت یا احمد شاملو بود میگفت که در عین حال که میگه مثلا تو دوست دارم تو را باز در ذهنش تناب دار مثلا برای تو جور بکنه، او رقم نباشه دیگه. باز وقتی که بگه یک ما همه اوغان هستیم، برادر هستیم، مسلمان هستیم، باید ابزوا خود این ترکیب و چیزم هست دیگه، مو خشونت ما مثلا الان جای دیگه که میبینم، مثلا خیلی کشورها که آدم میره، خیلی از کشورها هستن مثلا اینا هم اینجا قومیت های مختلفی دارن، دیدگاه های مختلفی دارن، هر که دمو دیدگاه و دمو چیز خود دمو سبک زندگی خود زندگی میکنه و اون یکی دیگه با متفاوت او هم داره زندگی میکنه و با هم دیگه آسیب نمیزنن، هر کی با اون چیزی که دوست داره چیز داره داره پیش میرن. چرا میتونن اینا مردم های دیگه، آدم های دیگه در جای دیگه با هم دیگه زندگی بکنن، تعامل کنن هم دیگه را، ولی ما سال هاست در سر هم دیگه میزنیم، آخرم با یک سری ادعاها و چیزایی که به ما تلقین شده دروغینه و به اون چیزا غرور کاذب هایی که مثلا ما داریم، ما خیلی بدبخت هستیم، خیلی بدبخت هستیم، ولی یک زمانی فکر نمی کنیم چرا ما نمیتونیم هم دیگر رو تحمل کنیم، چرا یک نظر متفاوت، یک عقیده متفاوت، یک لباس متفاوت، یک نوع رفتار متفاوت نمیتونیم بپذیریم. یک آدمی هست و یک قد دیگه میتونه زندگی کنه، بزار زندگی کنه، یک تجربه زندگی دیگه داره، ما یک تجربه زندگی دیگه داره، بتونیم یک جایی بسازیم، یک چیز بسازیم که همه رشد بکنه در کنارش، ولی ما چشم دیدن همدیگر نداریم دیگه، همیشه از پای همدیگر گرفتیم و همدیگر پایین کشیدیم. خواه یک سری ها مثلا میگه قدرت، خواه قدرت دیست از شما، الان مثلا چند سال قدرت دیست از شما، دیگه چی میخواید؟ قدرت دیست از شما بوده، دولت دیست از شما بوده، همه چیز دیست از شما بوده، خواه چی از جان بقیه میخواید؟ بذار بقیه زندگی کنه. مثلا بقیه
دغدغش چیه؟ ما میخوایم میتونیم سگ آدم معمولی زندگی کنیم در یک کشوری که داریم، یک هویتی که داریم. اونم زندگی معمولی رو نمیذارن بقیه بکنن. چرا؟ دیگه به هر حال دیگه خب چراهاش خیلی روشن است گاهی وقتا و... یا اگر ما نمیتونیم هم دیگر تعامل کنیم، نمیتونیم بپذیریم، بیایم قبول کنیم، بیایم چیز کنیم که آقا ما نمیتونیم، آقا بید امیر جدا کنید، تقسیم کنید، هر کی بره دم زمین خود خود هر چیز خود دوست داره به هر نامی تشکیل بده و اونجا زندگی بکنه. مثلا خیلی از کشورها بوده الان، مثلا اتحاد شوروی که مثلا کشورهای کوچیک کوچیک شده الان هم دارن همه زندگی خورم میکنن و نتانستن کنار هم دیگه باشن، نتانستن، شکست خوردن. ما تجربه افغانستان یه همه سال شکست خورده است دیگه، به چیزای دروغینه، به چیزای چیز اومدیم خود خورا فریب دادیم و بقیه هم فریب دادیم. وقتی تجربه شکست با هم بودن داریم و شکست خورده شکست خورده، یک جایی به این چیز برسیم که آقا بیایم این چیز قبول کنیم، هر که باره دنبال زندگی خواه، هر کس با همون چیزی متفاوته، چیز خود داره بتونه زندگی کنه، بیاییم اون را آرام امتحان کنیم، بعد ببینیم مثلا کدامش چیز است. گپ دیگه، یک بحثی رو دنبال داریم میکنی که میخوایید یک ساعت دیگه بیشید بحث بکنیم. نه نه مثلا مثل اگه ازدواج، خب مثل اگه ازدواج دو نفر ازدواج میکنه تا یک مدت با هم زندگی میکنه، بعد نمیتونن ادامه میدن، جدا میشن، هر کی مارن دنبال زندگی. خب البته مثل او هم نیست دیگه، یعنی با اشغالگری و تجاوز شروع شد. خب افغانستان اگر او چیزی تاریخیش بریم بریم بشکافیم، خیلی جریانات از پایبست ویرانه، از اساسی باید دوباره از اساس جور شده، یه رقم نمیشه، یه هر زمان هر چی که روی خشت کچک بذاری خب یک همه ویران میشه. شما مثلا شما اهل تئاتر و سینما در همین جمهوریت مثلا احمدزه یا او معاون اول شه، در اینا چکار میکنن؟ تمام چیزشان وقتشان یک تمام انرژیشون رو گذاشته بودن که یک سالن سینما رو خراب کنن. خب مثلا یک تبلیغاتشون رو دیده بودن، آخر همونم خراب کردن دیگه. باز این چیز هست، این خانه از پایبست ویران است، خشت کج گذاشته شده بر جنازه های مردم گذاشته شده و این هیچ وقت جور نمیشد مگر این که از اساس دوباره همه چیزش از اساس جور شده و همه چیز باید تخریب شده، کنار گذاشته شده، دوباره چیز شده. و این منظور از تخریب این نیست که مردم قتل عام شده، نه، این منظور نیست، منظور یک تمام او اساسات، قراردادهای اجتماعی، دولت، سیستم، همه چیز، مرزبندی ها، نقشبندی ها، همه حتی رسومات که مثلا نامده انعنه نامش مانده، مثلا وحشیگری رو نامش انعنه، بدویت رو نامش انعنه مانده، او رو بهش افتخار میکنن، اونا همه ایش باید کنار گذاشته شده، از اول همه چیز درست ساخته شده و هست مثلا در تاریخ و فرهنگ مردم هست. آلمان نمیگیم تنها در هزارها، ولی دیگران هم همین رقم که میشه چیزای انسانی رو پیدا کرد که در من یک دوست داشتم یه بقیه رو خیلی آزار میداد، بقیه رو قومای خود چیزا خیلی آزار میداد در زندگی از او، سرک بکشت از او، چیز که گپ از او بر گپ از او بر فلان بسان کن، در کل قوم خواهی شورانداز بود دیگه. نره ما یک بار داشته بودم آقا بچه تو چی میخوای؟ تو چرا نمیتونی آرام بشینی؟ چرا نمیتونی همین کارا رو نکو؟ سعی کل اگر در جنگ و جدل و فلان اختلاف از او از او از او کل اگر تو نکم این کاره. بعد چیز کرد گفت کابا من دل من میخوای نکنم ولی وجدان من اجازه نمیده. حالا بعضی شاید بخوایم ولی وجدان اجازه نمیده که بقیه آرام باشه. خب بسیار خب کابه جان، سپاسگزار از این که امرای ما بودی، یک مروری شد بر کار و زندگی و هنری شما. البته مطمئنن جنبه های زیاد دیگه هم هست که ناگفته ماند. آره خب شد مروح شد ما فهمیدیم که هیچ کار نکردیم بخورن.
خب کار که کردی حالی سه ساعت و نیم سر مورد کارش. خب همیشه جای تلاش هست قطعا، جایی که یک من حداقل من معتقد هستم که هر هنرمند باشید، نویسنده باشی، شاعر باشی، کسایی که با خلاقیت کار میکنه، چون یک عرصه رقابت هست. مثلا یک شاعر با یک گرافیست، سینماگر، نقاش، مثلا کسی که تئاتر کار میکنه رقابت میکنه، یک عرصه در مفهوم مثبت قضیه در حال رقابت است. یک عکاس مثلا، حتی مثلا ما مثلا چی رقم عکس، مثلا او زاویه دید از او مثلا چی رقم است، نور او چی رقم است و چی رقم در شعر مثلا میشه پرینتش کرد او را. حالا در چیز یک عرصه رقابت هست اونجا. بعد شما با دیگران در حال نه تنها با شاعران، نویسندگان، اهالی تئاتر، هم مسلک خودت داری رقابت میکنی، با عرصه های خلاق دیگه هم در حال رقابت هستی، حتی ممکنه دنیای علم و تکنولوژی هم اضافه شود اینجا و در عین حال شما با خودت هم در رقابت هستی. یعنی چی؟ یعنی شما امروز یک کار را آفرینش خلاص میکنی، کار بعدی تو در حقیقت در حال رقابت است، باید بهتر باشه از کاری که شما دیروز آفریدی و این باید بهتر باشه. یعنی چیزیست که من فکر میکنم که هست و این برای همه هست، یعنی و برای که جلوگیری شود از اون تکرار خود به نوعی، باید این خلاقیت رو رقابت باشه. یک زمانی چیز باشه، مثلا من دنبال، من خود من دنبال تجربه متفاوت هم. مثلا من همه کسایی که در کابل عکس میگرفتن یا عکاسای خارجی یا فلان، من خیلی عکس نگاه میکنم، خیلی عکس الان هم نگاه میکنم، مثلا در پیجای چیزا دنبال میکنم عکاسای، حتی عکاسای افغانی، عکاسای مثلا معروف‌تر دنبال میکنم، یا مثلا در قسمت رقص، رقصهای مدرن دنبال میکنم میبینم، یا مثلا نقاشا مثلا میبینم. بعد اینا همه کمک میکنه و همه رو به قول گفتنی رقیب میفهمم که نمی رقیب از فلانه. درسته که مثلا من چیز نمیکنم، دورشتن شاید کمتر کار کنم یا چیز کار کنم، ولی این چیز هست. ولی خیلی از رقابت ها مثلا رفاقت های خیلی خوبی داره، ولی در افغانستان خواهر رقابتی خیلی رقابتی اونجوری نبود دیگه. بیشتر رقابت مثلا تره تو یک کار میکرد یا فلانی یک کار میکرد، بعد تو به عنوانی که او مثلا چیز کرده، مثلا من میمدم یک کار بقیه انجام میداد، مثلا نقد میشم یا بقیه کاری مکدم نه یک چیزی مینوشت دربارش. حالا نقد اونجور چیز خیلی چیز نبود تا توان خوب مثلا دیدگاه خودش نمیکرد. نره ما طرف بگه که بیت مثلا بگه آقا این نقد مثلا این تا این تا اشتباه است، بعد میمد میگفت که مثلا خاکاوه مثلا چون مویایش این رقمه مثلا حق نداره در مورد مثلا عکس نوشته کنه. یا مثلا یک تعداد خاصی، همیشه یک تعداد خاصی رو مثلا حمایت میکردن، باند بازی و چیزا. یک زمان من یک نفر در مورد یک از دوستان نوشته بود کار هنری کرده بود، باز او آمده دوباره یک چیزی نوشته بود، دوباره کفشش نوشته بود، بعد ما آخر نوشته بود که در راه چیز، در راه هنر کفش هایش پاره شده است، در صورت که همون سال کفشایی که تیکه تیکه بود با تیکه ها دخته شده بود مود شده بود، یک مود بود. دو بیادر تو وقتی که نمیتونی اثر نفر مثلا دبارش گپ بزنی، توانایی شده مثلا نداری یا درک از اثر نفر نداری، خب چرا می دروغ سازی میکنی؟ فلانی در راه هنر کفش هایش پاره شده است. او بیادر تو می کفش نگاه کنی، می کفش مدل ای مدل روز مردم انزی کفش هم و پشه این پاره نیسته، این چیز نیسته. خب همیشه چیز بود دیگه، همیشه همو چون یک جریانی بود، حالا سعی میکردن که همو نفرهایی که در جریان است یا مثلا تو نفرهای دیگر در جریان خود خوب برنید، یک موج دیگر برنید، باز بقیه مثلا ما یک تعداد در کابل بود، همیشه اینا فیلم میساخت جایزه میگرفتن یسوسو، بعد هیچ موقع اینا دیده نمیشدن. بعد کسایی که مثلا کار نمیکردن، مثلا در جای دیگه زندگی میکردن، بعد سالها یک سفر چکر میمدن کابل،
حالا یک دو تا تابلوی چیز نشان میدن، بعد این مثلا نفر میشد او این هنرمند الا بالله فقط اینمی هست فلان است. خب ما داشتیم جفا میکردیم در قبال هم دیگه، اون کسی که داره در کابل در شرایط سخت با اون نبودن امکانات فلان مثلا داره تلاش میکنه تولید میکنه فلان میکنه، با او دردی تجربه زیستی خود خود از او زندگی دارد اثر تولید میکنه، این برای ما باید اهمیتش بیشتر باشه. کسی که یک دیدگاه خیلی به عنوان یک توریست به افغانستان نگاه میکنه، چهار تا عکس میگیره یا چهار تا چیز ویدیو مثلا میسازه، بعد اون میشه مثلا هنرمند تاپ. بعد یک کسی که مثلا با این سختی و تلاش و کار تحقیق کرده سالها مثلا زشت کشیده دنبال از داستان رفته، بعد او مثلا نادیده گرفته میشد یا چیز میشد و خیلی ها میتونه دل سرد شدن الا کردن مثلا فلان کردن ناخواسته یا خواسته باعث حذف خیلی ها شده و این خیلی بد. خیلی بد. گپ چیز زدی، کفش زدی، من یاد یک شعر افتادم که سالها پیش نوشته بودم، سال 2016 بود به نظرم، و در بلژیم یا بلژیک اونجا یک زوج هنرمندی هستن، اینا با شاعران کار میکنن، بعد از شاعران میخواین که همون یک جفت کفش از کفشایشان اگه میشه برایشان روان بکنن و یک شعر هم همراهش روان بکنن. بعد در همونجا چیز است همون سال 2016 برای من گفته بودم، من برایش یک جفت کفش قدیمی داشتم برایش روان کردم، امرایش یک شعر روان کردم. بعد اینا آوزان میکنن مثلا یک نمایشگاه حالت یک گالری مانندی امرای هم دیگه در یک شهر کوچکی در بلژیک هست که یک کار رو انجام میدن. این هم چیز جالبی بود که در ذهن من هست. به هر حال اینجا یک کارهای خلاقانه خاصی انجام میدن گاهی وقتا، که البته گاهی وقتا دیگه مثلا خلاقانه هم نیست دیگه، چون تکرار اگه شبه دیگه واسه یه خلاقیتی درش نیست. آره. بسیار خوب کاوه جان، به پایان رسید، اومدیم دفتره که دیگه دیالوگا بگو که ما چیز کنیم خداحافظی بکنیم یا نه بخواییم سیگار بکنیم. آمه میخوایی من تو رو بگذارم به اینجا به خود ببرم. نه برم سیگار بکشم. نه سیگار رو بگذار کنار، چون سیگار بازم چیز است. خب حالا من تا تبلیغات چیز نمی کنیم در اینجا، علیکم این قسمت رو فیلتر بگیرن نادیده بگیرن در اینجا. برید ورزش کنید، کوه برید، جنگل برید، بدنسازی کنید، کاراته کار کنید. به حال سپاسگزار کاوه عزیز از اینکه همراه ما بودی، ما بسیار خوش شدم که به حال من خود من مثلا با کارت بیشتر آشنا شدم، کارات البته دنبال میکردم میدیدم مثلا کارات البته متاسفانه تا حالی نبودم که به شکل فیزیکی با کار تئاتر تو رو ببینم، ولی خب دنبال میکردم میدرسم چی کارهایی هست، ولی حالی مثلا امرا با خودت یک مرور خوبی شد، من چیزایی رو از کارت فهمیدم که قبلا نمیدرستم و تشکر سپاس و از بینندگان عزیزم سپاسگزار که تا این موقع نزدیک 4 ساعت دارم میشه همراه ما هستن. در 3 ساعت و 44 دقیقه و 19 ثانیه هر سالی گپ زدی، و اگه یک میانگینم به فاطمه خانومت بگویی، خب اگه یک میانگینم بگیره گفته بود گپ بزن دیگه، 99% شیخ خود گپ زدی. حالا نه چیزا 60 تو گپ زدی 40 ما حالی بهش بگو یک دفعه حالی در اونجا اطوالا داره بشنم اطوالا یک گوشیده نه من رو لب میکنه توی قصد بیاد داری گپ بزنی. به حال سپاس کنگر دارم خوبه که چیز شده با اسپانی یک تجربه جدید برای من شده و امیدوار هستم که برای بقیه گپ زدن
یعنی آدم های زیادی آمده تا این برنامه گپ زده و آدم های زیادی خواهد آمد. باعث شود که تجربیات آدم ها شریک شود، شاید یک گوشه از تجربه یک آدمی به کار آید برای یک کسی دیگه، مثلا یک کسی با یک تجربه زیستی متفاوت، یک زمینه متفاوت. شاید در این پلتفرم ها آدم یک کسی دیگه ای رو ببینه، بشناسه، شاید مثلا یک زمینه یک کارهای مشترک شوه یا یک شناخت ها و دوستی های متفاوت شوه. ولی خوب است، خیلی خوب است. تشکر. من مطمئن هستم کسایی، خب یک البته یک چیزی هست، یک کار شما، خب او دوزخ و تجربه تئاتر چندانی که نداره دیگه، کار شما هسته. خب باز ابو مثلا چند مثال اگه باشه یا نباشه، خب مثال دیگه من چیز دیگه نمیشناسم که مثلا تجربه دیگه خاصی باشه در اونجا. و بعد یک به ما یک تاریخ میده، میگه که مثلا چی کاری شده و این دانش چیزیست ارزشمندی هست که بدانم که چی رقم بوده و چی گذاشتم. و یک دوره ای از کار شما مرقمی که میگی، خب تجربه ای را پشت سر گذاشتم و عالی، مثلا چالش های جدید، فرصت های جدید هست و امیدوار هستم که ما روزی باشه که امو اسکار را شما گفتن، اسکار چیز عجیب و دست نیافتنی هم نیست. ما اون باقی شما را خرواز میکنم برار، خب حواست باشه هم پیدایت میکنه، اون خیالت راحت باشه، از اون لحاظ چیز نباشه دیگه. خب عوض که کدی باز شماره عوض کردی، بر من روان که شماره خوره چیز کنه. بابا من کسا نمش ناسم به حال گفتنی ها. خب تشکر بار دیگر کاوه عزیز از شما، از بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزار که تعالی همراه ما بودن. اگر تعالی، البته میدونم مطمئن هستم کسایی که تعالی بعد از 3.5 ساعت همراه ما بودن سابسکرایب هم کردن در اونجا و سپاسگزار از شما. کاوه جان خداحافظی کنیم دیگه، نه؟ خب خداحافظ، روز روزگار کلگی، امیدوارم که شاد باشه، آویتان یخ و نانتان گرم همیشه. سپاسگزارم. همین چیزی که کاوه جان گفت و خدا یار.